قوم پرست در حدی بودن که صدا میکردن برای قبایل افغانستان که دخترای جوانتان را برای پشتونای پاکستانی در نکاحش بیارین تا ما قوی شویم علیه هزاره، تاجک، ازبک در افغانستان بجنگیم. اینمی طور یک مفکوره را داشت و گاهی هم جملاتی را در نظم می آمد جور میکرد در وصف آقای غنی به خانش میگرفت. بنان پرارفی نمیکنیم. آقای بختیار بزرگوار، دیدگاه شما نسبت به نوار که از آقای قاری عیسی در صفحات مجازی پخش شده چی است بزرگوار؟ درود به شما فرتان صاحب عزیز و وحیدی صاحب، پرچمدار، نوابزاده صاحب و آقای شاپور و همه دوستایی که در پایان صدای ما را میشنوند. نظر شخصی ما ای است که قسمی که شما پیشتر گفتین، اما کسی که اعضای جبهه آزادی است این صدا را بیرون داده، این کارش نادرست بود. رای بهترش خواهد بود که به خاطر تقویت، به خاطر حفظ کردن راز و رمز جبهات، این صدا را حفظ میماندن از کانال های مرتبط و جبهه مقاومت، برابری جبهه مقاومت میرساندن. این یک روش بهتر و مناسب تر بود. نمیفهم بنابر هر ملحوظی که بوده اونایی را همگانی ساختن. آمدیم در راستا به اینکه آقای قاری عیسی کی بود. شما پیشینش از ما قدر خوبتر بیان کردین که یک فیسبوک چلاون کی بود و در عین زمان یک فحاش و یک آدمی به تمام معنا متعصب بود. او موقف خود نسبت به اقوام دیگر افغانستان قبلا اعلان کرده بود. شما بارها اظهارات او را در قسمتی هزاره ستیزی، تاجک ستیزی، ازبک ستیزی دیدین. من شخصا خودم با بارها ویدیوهای از او را متوجه شدم که یک آدمی مطلق مریض است. با تاسفانه او را آوردن با چند گپی که با ضد طالب گفت. خو شما میفهمین هدف از او هم چی بود؟ خانه موضوعات پناهندگی و یکان مسائل دیگه بود. اینا بسیار زود چی شدن؟ به یک حساب فریب خوردن و آمدن برای از یک شخصیتی در حقیقت کاذب میتونیم بگیم بخشیدن که او آدم اهلیت و شایستگیش نداشت. متاسفانه هنوز هم دیر نشده. خوب است، یک تجربه است که حداقل چهره های مثل آقای قاری عیسی را در نطفه شناسایی و خنسا بکنن، نگذارن که اونا اما اهداف کلانی که جبهات داره او را از بین ببرن، به نوعی نامشروع بسازن. و یک گپ دیگه ای که این آدم رابطه به بخصوص خراسان خواه ها و کسایی که میگن ما افغان نیستیم گفته، متاسفانه بارها ما دیدگاه خود اعلان کردیم. وقتی که ما تفاوت دیدگاه داریم، وقتی که ما یک قسم دیگه نسبت به دیگران میاندیشیم، به این معنا نیست که ما بریم به گروه های تروریستی تن بتیم، بریم به اونا بیعت بکنیم. شما حتما در اون صوتی شنیدین که میگه از اینا کرده سگ طالب شرف داره. این ای کسایی که خراسان خواستن، ببینین من یک کوتاه قیاس میکنم، اینا به انتحاری باور ندارن، اینا به کشتن انسان باور ندارن، اینا به حقوق اقلیت ها باور دارن، معکوسی که طالب باور نداره به او. تمام مسائلی را که اینا رعایت میکنن، مسائل انسانی و حقوق بشری در او رعایت شده، اما طالب به تمام معنا یک گروه افراطی، یک گروه استخباراتی بر ضد دین اسلام، بر ضد انسانیت، بر ضد تمام ارزش های بشری است. اینی آدم منفور، این آدم ملعون میایه طالب را از خراسانی خواه شرف میده که قضاوت چه میگذاریم برای مردم، قضاوت چه میگذاریم به وجدان این آدم، هرچند که وجدان هم نداره. با کسایی که با وجدان هستن اونا در این مورد قضاوت کنن که آیا سگ طالب از خراسانی خواه شرف داره. یک خراسانی دستش، یا خراسانی خواه، خراسان خواه دستش به خون کس آلوده نیست، ولی یک طالبی که دستش به خون کس آلوده نباشه او را طالب نمیگن. او را طالب هست. بس جناب بختیار به شما برمیگردیم. همین دوستایی که پایین برنامه هستین، لطفا با لایک کردن، کامنت های گلکتان، حداقل اجازه نتین که کسایی که به بشکه زرد اقتدا میکنن برنامه ما را خراب بسازن. ببینین یک ضرب المثل کوچک میارم، بعد پرسش ما را از آقای وحیدی مطرح میکنیم. میگن نمک خور نمکدان شکن بی‌پاس‌ترین چهره سیای تاریخ می باشم. شما فکر کنین قاری عیسایی که به خاطر منفعت دکانداریش در ایران تشریف بردن و طالب های همتبارش با یک ترفند زمینش مساعد کردن که ایرا انتقال بتن به افغانستان و گردن ای آدم را قطع بکنن. جبه مقامت با خرد و توانایی و طرفدارایش که در ایران بود دست به کار شدن،
ای آدم را سرش از چت کردن نجات دادن. بجایی که فکر کنن اینمی قدر پاس را ای آدم پاس می داشت، خصمانه می آید میگه جبه مقامت افرادش اینی رقم اشخاص است، سگی اونمو اوغانی که در افغانستان امروز تاجک و ازبک و هزاره می کشه، تمام زنای او سرزمین به بند کشیده، سگ از او را ترجیح می ده که میگه از اینا قدر شرف داره. کسایی را که ای آدم را از مرگ نجات دادن. شما به پاسی ای کاش که یک آدمی به سواد اوغان باشه. او مردم ای قاری قرآن اوغان است، ای امام یک مسجد است در آلمان. اینال شما از او اوغانی که مکتب نرفته از دین خدا چیزی نمیفهمه، فقط واژه اوغانوالی خود را شنیده. ما با او اوغان باید چی کار بکنیم؟ وقتی ای اوغانش که از کنار آدرس منبر مسجد میایه این گونه در برابر با ناموسترین چهره ها قضاوت نامنصفانه می داشته باشه. آقای وحیدی بزرگوار، وقتی همی پیام اینمی مردک مجذوف شنیدی، به صفت یک فارسی زبان دمی فکر چی گشت بزرگوار؟ درود سلام فروتن گرامی، آقای احمد شاه، پرچمدار عزیز و بابزاده عزیز و برادر ما شاپور. دقیقا فروتن گرامی، ما زمانی که حرفای از یاده مشنیدم در رابطه به خراسان خواهی و ترجیح دادن یک گروه وحشی جل بر بالای به اصلاح مردما یا جوانای به اصلاح زاده خواه، واقعا قابل تحمل نبود برای من. و با از منظرگاه دین در رابطه به می آدم، به می شخصیت به اصلاح یک اشاره دارم. اگر این آدم واقعا عالم دین است، واقعا مسلمان است، واقعا مؤمن است که بسیار خودنمایی و بسیار چیزام داره در عرفا و در عرف حدیث که این آدم در بعض موارد بدیدیم با بعض علما واقع شدن، اگر واقعا این مسلمان است، تو خراسان 1700 سال قدامت تاریخی داشت، 300 سال تا 400 سال قبل از اسلام، قبل از ظهور اسلام خراسان وجود داشت. یکی و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به کرات و برات اشاره به مو زمان، به مو شاهان خراسان و به مو امامان خراسان که امام بخاری بود و امام ترمذی بود و امام ابو داود بود، یعنی امامای بخارا، سمرقند و بخارا بود، پیامبر گرامی اسلام به اونا اشاره داشته. اگر این واقعا اسلام است، اگر این واقعا یک شخص مسلمان، یک عالم دین بود، باید این گونه نمی آمد، موقف نمی گرفت. چون خراسان یا خراسان خواهی یک اویت به خصوص یک قوم نیست. خراسان خواهی اویت تمامند اقوامی و سرزمین است. هیچ ربط به کدام قوم، به کدام مردم، به کدام الیت، به کدام چیز نداره. خراسان خواهی اویت تمامند اقوام سرزمین افغانستان امروزی ما می باشد. باز امروز جوانایی که به اصطلاح خراسان خواهی دارن در حدود تقریبا 20 سال میشه که اینمی صدای خراسان خواهی بلند شده و خراسان خواهی هیچ ربط به ایلیت یا به سیاسیون تاجک، ازبک و هزاره و پشتون و بعض رهبرهای دیگه نمیگیره. خراسان خواهی یک صدای تمامند مردم است، تمامند اقوام است، بخصوص جوانایی که آزاده میخواهند در اون سرزمین به اصطلاح با فرهنگشان، با تمدنشان، با هویتشان زندگی کنند. خراسان خواهی برای همه اقوام است. اگر این آدم گفتم که از منظرگاه دین، چون خود عالم دین میگیره، اگر این میفهمید هیچگاه نمیامد مقایسه نمیکرد خراسان خواهی ها را به اصطلاح خراسان خواهان با یک گروه جل، با یک گروه وحشی که تمامند است و بودی اون سرزمین را به اصطلاح غصب کرده و یک نظام نامشروع را به اصطلاح پا نهادن که هیچ کشور دنیا تا امروز به اصطلاح اونا را به رسمیت نشناخته. و این آدم نقد و انتقادم داره تا این امروز با هر عالمی به اصطلاح، با هر شخصی از گروه جل، اگر این آدم ملاقی میشه یا در صحبت میشه، بسیار با مشد و لحنش به اصطلاح توهین میکنه بر از اونا، برامو حاکمای طالب و برامو رهبرا و به اصطلاح
سیاسیون طالب. این آدم هم دیدیم که ابرایشان بسیار به یک لحن شدید. سپاس جناب وحیدیس بزرگوار. آقای نوابزاده مدیر هستی، کامنت هایی که براتان یانت صورت میگیره میشه مدیریت بکنین. آقای پرچمدار، قاریسان محمدی به جای انسانیت و اسلامیت را ترجیح بده یک بار دیگه در عصر من و تو به اوغانیت اقتدا کرده، طالب را سگش از مخالفین با شرفتر تشخیص میده. خودت به صفت یک هموطن از امی آدم وقتی این همه درد و رنج را بالای مردمت میبینی و پیام قاریسا هم برات میرسه، برداشتتون چی از چی چیز باعث میشه که یک ملای اوغان همین گونه بیای قضاوت نامنصفانه داشته باشه؟ تشکر. سلام علیکم خدمت جناب آقای فروتن عزیز و سایر مهمانایتون، مخصوصا کسایی که پایین لایک هستن. تشکر از اینکه ما را بالا آوردی. ببین جناب فروتن عزیز، خب اینجا برای از من خیلی جالب بسته که آقای از الان جالب نیست تلتا، اما اول چند سال پیش، دو سال پیش، سه سال پیش که در کنار جناب آقای احمد مسعودی می نشست، برای از من خیلی جالب بود، برای از من خیلی سوال برانگیز بود که چطور مثلا آقای احمد مسعود که یک آدرس خیلی کلانی را گویا به نام جبهه مقاومت ایجاد کرده و همچین اشخاصی و در جایگاه اول و دومش قرار داره، برای از من بسیار جای سوال بود. خب من قاریسا را خیلی وقت میشناسم، من رفت آمدم داریم، حتی من در فرانکفورت چندین تا دکان هم داره، ما آشنا هستیم با هم دیگه، ولی برای از من خیلی جالب بود که آقای احمد مسعود که یک گرداننده یک مقاومت خیلی بزرگ، یک آرزوهای خیلی بزرگ، یک شعارهای بسیار کلانی میدیه، چطور هسته که مثلا همچین اشخاصی در کنارش رازدارش باشه؟ آقای فروتنی عزیز، این مسئله کوچیکی نیست، به خاطر که در مدت سه سال چهار سالی که جبهه مقاومت شما البته مربوط به ما نمیشه، معاذره ها مستقل است، من نیره دوستا که فکر نکنه، جبهه مقاومت شما به خاطر که موفق نشود صدها جوان مقاومت تاجیک در زندان های بگرام امروز زندانی هسته، یک از دلیل چی از اشخاص امثال قاریسا در کنار آقای احمد مسعود بود. خب این رو شما شاید متوجه نشوید، ولی ما اول متوجه شدیم. ماها چرا نیومدیم در کنار شما استاد نشدیم؟ به خاطر که رایتون اشتباه بود، از کسایی را آورده بودید در کنار خودت شانده بودید که سرسخت جاسوسی طالب بودن. خب این کار رو شما کنین، خب این کار رو نباید میکنین. بازم الان باید متوجه باشد، امیدوار هستیم ماهی هر وقت غذا بگیرید تازه است. امیدوار هستم که انشالله در آینده درست پیش بود. سپاس پرچم دار، به شما برمیگردیم. آقای نوابزاده، شما به صفت یک افغان هموطنمون، وقتی همتبار نمکخور نمکدان شکن بیپاس تا متوجه میشی، به صفت یک افغان چی پیام داری بزرگوار؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه اونی که هیله فروتن سب تاسو تا و دی تاسو طول ملمانه او کوم دوستان چې زمونږ لاندې کومنټو کې ناستی او هغه نور دوستان چې د بعد مونږ ګوري ګوري ځانو دوستانو، هغه بعض اوقات مونږ چې احساساتی بحث کو یا غواړو چې دوستان ورته آگاهی ورکو، نو دلته مونږ سره خلق وایي چې دوی کیدای شي یعنی په بل پلو روان یو، خو هغه حقیقتونه باید دغه نن وګورو چې نن څه رقم حقیقت برملاس و. مونږ خو همیش وایو چې ګوری مونږ افغانان هغه خلک یو چې که تاسو هر رقم مونږ سره نږدې شئ، که تاسو هر څه مونږ ته وکړئ، خو مونږ خپل افغانیت او اسلامیت او د هغه خاورې نه تیریږو نه. یعنی دا یو ګوری مونږ یو مثال لرو او ښه سیاست هم لرو، په دې باندې ډېر متوجه اوسېږي. دا هزارګان، دا تاجکان، نور اقوام هم چنان ډېر خاص متوجه اوسېږي. زمونږ نننی رهبر ملا حیبو ده، که تاسو ومنئ یا نه ومنئ، زمونږ تیر سوی رهبر یا غنی و یا کرزی و. دغه تاسو یې چې نن هم نه پوهېږئ، یعنی مثلا دغه کوم کس
کوم شخص چې قاریسان میږي د احمد مسعود په څنګ کې دا یو نو زمونږ سیاست دی. کته سو ورته وګوري چې والا دا یو بې پاسي کې د مونږ په زمونږ په دغه سیستم کې دغه بې پاسي مونږ لپاره داس یو خاص موضوع نه ده، ځکه موضوع نه ده. که مونږ یو څو کاله مخکې فکر وکړو د خپل بقا لپاره مونږ ځمکې خرڅ کړو، د خپل بقا لپاره مونږ خپل رول ووژنه، د خپل د بقا لپاره مونږ هغه کارونه وکړه چې نن په دنیا کې نامبد یو. نو دا خو یو قاریسا ده، نو دا خو یو ډیره عادي خبره ده. دا څه رقم پرچمدار هزاره چې یو خبره وکړه، ډیر اساسي خبرې وکړه. نن چې جبهې مقاومت ډیر داسې مخکې نه ځي او د ځوانان په زندانو کې ځپل کېږي، ټکول کېږي، له بینه وځي، دا د چا د برکت ده؟ دا د دغه قاریسا او مثالو هم ده. او اصلي مشکلات د تاسو دي چې تاسو همیش وایئ چې والا مونږ ټول یو یو، والا ټول مونږ افغانان یو. نه، په دې کې د تاسو مشکلات ده. دغه تاسو خپل رهبران ته باید واضح خبرې ورسره وکړئ چې هیڅ امکان نه لري او هیڅ دا کیدی نشي چې تاسو د افغان په څنګ کې ودرېږئ یا افغان د تاجک یا نور اقوام په څنګ کې ودرېږئ. سپاس آقای نوابزاده، به شما برمیگردیم. آقای شاپور قبل مایکشان باز بکنن کوتاه یک چیز را دوستا میخوایم یادآورشون، بعد آقای شاپور را نظرش را میگیریم. من فروتن به اینمی باور رسیدیم و برادر، وقتی افغان والی مطرح شد، قسمی که یک آقای نوابزاده یک انسان با وجدان در ارتباط سخن گفتن، وقتی افغان والی مطرح شد میار انسانی اصلا مفهوم نداره. آقای شاپور، پیام قاریسا را وقتی متوجه شدی به صفت هموطن قاریسا، نظرت در مورد افغانستان و واژه افغان چی است؟ چه چیز باعث میشه که قاریسا به جای حق از حق دفاع کنه طرفدار باطل میشه؟ سلام، سلام خدمت همه، خدا کنه جور سلامت باشد. همینجا لایف که میبینم همه یک طرف هستن و طرف مخالف هم باید اینجا داشته باشین. کسایی که از آدرس شخص قاری سای ویسا که اینجا میبود که اونجا گپ میزد، طرف میزد، اگر کلگی یک رقم حرف بزنه دیگه باز کلگی موافق هسته. ولی من قضیه را چیز دیگه میبینم، قضیه را به این معنا میبینم که خوی یک صوت شخصی بود، یک صوت شخصی از این آدم برآمد و هر کس رامکی را کشید دیگه ناجوانی در حقش کرده و در شخصی آدم باز گپار آدم می داشته باشه که این را کس اگر بکشه دیگه این بساب نامردیسته. و دوم دیگه به ارتباط قاریس های بسار، شما بساب دکه می تین که جبه مقاومت مثل که برادر ما پرچمدار گفت، قاریس ها عضویت جبه مقاومت که نداره، یک هوادار جبه مقاومت هست، مثل مواره، مثل تراواره، مثل دیگراواره، یک هوادار. ببینین آقای شاپور، یک چیز هم میخواییم بپرسم، چرا یکان چیزای جالب مطرح میشه، آدم دفتن اوتومات ذهنش یک سوال ایجاد میشه. جبه مقاومت یک آدمی را به برند تبدیل کرد که در یکی از کم مقتدی ترین مسجد امام بوده، کدام آدم امام نبوده، پیشه دیگه هم دکاندار. ای دکاندار و امام مسجد را در نشست های کلان که اونجا باید محقق می بود، مارشال دوستم می شیشت، پسرش می آمد، ما ای دکاندار را به خاطر بردیم تا اوغان را بگویم. او آدم افغانستان بدون اوغان مفهوم نداره. شما برادر ما هستین، این قاریسایتان پیش ما هست، اگر دیگرایتان بخواین باز ما در کنار ما میاریم. بالاخره این مار آستین چگونه زخم زبان برای با ناموسترین چهره هایی که علیه طالب می جنگه، میگه سگ طالب از اینا شرف داره. تو به صفت یکم وطن ازینی میادم، وقتی سگ اونمو طالب پایلجره مقایسه در برابر یک چهره با ناموسترین وطن دارد که سینه خود سپر ساخته تا دروازه مکتب دانشگاه را برخ وطن دارایت باز بکنه، ای آدم که تشبیه میکنه، برداشت چی از بزرگوارمی؟ گپ کجا است؟ ما درست نمیفهمیم. برادر گرامی فروتن، برادر ببین، پیشتر عرض کردم که یک تماس شخصی از او برآمده. اگر او در روی رسانه ها آمده باز گپای دیگر زده،
اگر امی بیانه را در روی رسانه بته در اینجا درست است هر کس باشه واکنش نشان میده جگر خون میشه که همچی گپ زده و یک گپ دیگه گپ از افغان والی میزنی بله برادر حالا می قاریسای اگر افغان است یا نیست خواست حالا افغان والی نکنه او برادر عقب بتین یک آدم که افغان والی خودم بکنه امیر قم که شما خراسانی والی و نمیدانم مزارستانی والی و اینی گپا را میکنین پس طرف تانم عقب بتین که افغان است افغان والی خود بکنه برادر یک و دوم دیگه به ارتباط قاریسا در جبه مقاومت در بخش نظامیش هیچ رول نداشت ولی در بخش سیاسیش بله فایدهش بسیار به جبه مقاومت رسیده خوب قاریسا کسی است که در رسانه ها میره و ملاهای طالب به چنان قفاق میزنه از نگاه از طریق دین به چالش میکشانه اینی چیزای یک نفر آمده نظر بگیرین جبه مقاومت بین مت شخصایی که در صحنه باشه و تاثیرگذار باشه و در مقابل دشمن استاد باشه بله از او پشتوانی میکنه او هر کسی که باشه افغان باشه هزاره باشه ازبک باشه جبه مقاومت در جای قرار داره که ضرورت داره به همچو صداها به همچو نفرها حالا نمیشه که یک کار را که اگه آقای شاپور ما در یک چیز با خودت هم نظر هستم زحماتی که وکیل هرات کشیدن صدای قاریسا را گرفتن ای کاش که در صفحات مجازی نشر نمیکرد این صدا را در مرجع روان میکردن راهای وجود داشت در نشسته هایی که ایشان امیدوار می بودن در رده های اول قرار بگیرن در پتاپایه ها خود را احساس میکرد اما من متاسف هستم به این وکیلی که ای را در فضای مجازی پخش کرده راهای وجود داشت که ما مدیریت میکردیم بله بله برادر ما نظر ما است نظر ما یک کسی که ما من ضد مفکوره طالبانی استم و ضد طالب استم ضد جنایت طالب استم امروز که از نگاه سیاسی و از نگاه رسانه‌ای و از نگاه چیزی که من میبینم یگانه پشتون تباره که خوبی را متوجه باشین اگر باز کدام تای دیگه است برای من نشان بدین در رسانه ها یگانه افغانی را که شما میگین من میبینم در مقابل طالب بسیار سخنای خطرناک و بسیار سخنایی که باید یک آدم بزنه بدون ترس لرز اینمی قاریسا زده بله بله شما دیدین که با شما موافق هست شما دیدین که اگر قاریسا تاثیرگذار نمی بود در ایران اونمطور یک گپ طالب سرش نمی کرد و حرفایی که زده حرفایی که میزنه از این حرفای جبه مقاومت چی که من خودم من از یک شهروند حمایتش میکنم برادر وقتی که اینال یک مسئله شخصی از این درسانه درس کرده ما برادر طول ترازو میکنم اینم امروز برادر هر مسئله قومی داره هر چیز که داره او شما در جایش میمونم امروز که در مقابل طالب این رقم سخن میزنه در رسانه ها این رقم تحلیل و تجزیه از نگاه بخصوص از نگاه دین پیش میره و به چالش میکشانه ملای طالبه به ما قاریسا از بسیاری ها کلم محترم است برادر او کسایی را که تو نام بگیری و تا بخیده چپن خود را کش کنه او نه گب زدن او یاد دارن و خلاص هستن برادر به ما از ست داریم به شما برمیگردیم از ست داریم من گب آخر ما بزنم باز ما پایین میشم برادر باز برادرها شما گب بزنیم ما از ست تای کسایی که تو نام میگیری و امثالشان که هستن و اونمو کارتن کلانایی که بودن اینمی قاریسا را در شرایط فعلی بهتر میدانم خوبتر میدانم ای که هر بحث قومی داره افغانواری حالا آقای شاپور همی یک ضرب المثل است میگه تنبان که پایی نفتید هرچی که بود مردم میبینه حال تنبان قاریس پایان نفتیده حال دیگه قاریس تنها است هر کاری میکنه دلش ولی او همتبار ما که در سنگر عزت شیشته بود سگ اوغان خود که اماراتیش است تشویق میکنه که از او شرفش بالاتر است پیش ما قاریسا دیگه شرف نداره یک انسان مجذوف یک آدمی که شاید ثبات فکری هم نداشته باشه و امو شجاعت و مردانگی کسایی که این آدم را از چوبی دار شبکه حقانی نجات دادن این امور نادیده نمک خورد و نمکدان را شکست از این بیشتر ما در مورد ایشان برداشتی ندارم ای که به صفت یک وطندار ما بلند شده آمده علیه طالب فتوهای از آدرس منبر داده کاکایشان را سر با چاقوی کن طالب در افغانستان ذبح کرده که مسئله دشمنی خانوادگی هم داره او ربطی به اونا میگیره سپاس آقای شاپور
استاد بشیر شما فکر کنم مصروف هستی. یک نکته را میگم باز ببین فروتن گرامی، ما یک نکته را میگم به ارتباط نمی آدم. اگر برنامه گرفتی به ارتباط می آدم، برنامه عادلانه است، باید پوینت های مثبت قاریسا را میجا تشریح بکنی که در شرایط فعلی پوینت های مثبت قاریسا چیست. این یارم باید بگویی یک طرف قضاوت کردن. بله، این که در مورد طالب حرف های حق را بیان کرده، در اینجا من با ایشان موافق هستم. بله، هر آنچه بله. که در علی طالب صحبت کرده قاریسا درست بوده، صحیح بوده. ای که ثبات فکریش کار نکرده، در یک تماس شخصی حرف های زیرکنجی قلبش هم بیان کرده، ما در این ارتباط متاسف هستم. خلاص، بله، به خیر سلامت باشین. ما به اجازهتون استاد بشیر شیوا، اگر وقت ندارین آقای بارکزای را نوبت بدیم. مصروف است استاد شیوا. خوب است بارکزای صاحب صحبت کنه، بعدش من صحبت میکنم. آقای بارکزای بفرمایید. صدا را دارین بارکزای صاحب؟ مایکتون باز بکنین. وقتی هم تبار ترپ آقای قاریسا را حرفایش شنیدی، به صفت یک بچه اوغان چی احساس کردی بزرگوار؟ آقای بارکزای نتتون کار نمیکنه فکر کنم، جای هستین میشه موقعتون را تغییر بدین. آقای اکرم شمس شما مایکتون را باز کنین. مایکشان بسته بود. نه بارکزای نتشان کار نمیکنه. اینجا دمه چی میتن؟ نتفکیشن میتن که انترنت ضعیف هست. صدا رو نمیشنوه. عرض سلام و ادب خدمت یک و یک از شما. البته پیش از یک صحبتای خود شروع کنم، البته اینجا براتون بگویم که باز اگر در بین صحبتای ما مداخله کنین دیگه بیدون از اینکه خلاصه اینجا چه اینجا در پرسان میکنم. ما به خدا این شب لبسرین زده آمده در برنامه. ای وطنداره افغان ما به خدا چقدر احساس زنانگیشون زیاد است. فکر کنم این فلتر خراب کار خرابی کرد. واه بدر کلانتون لبسرین میزنه، لب روی سرخ میکنه. خب خیره، مقبول مقصد معلوم شد. ما راستی چرا ما چرا جشن کشتی نگیریم؟ مقبول خدا مقبول نسازیم. امروز خدا را شکر که امی پیشتر ایگپار از ضرور مسئله هاش رو میکنیم. میگه موار هرچقه که کج پلیچ براب دخارید در سراخ خود سیده و یا راست میدونه. بیبی او یک پشتون بود، غاری قاریسا، یک پشتون از ایج وقت به قوم خود، به وطن خود، به چیز خود خیانت نمیکنه. و او که چند روزه که در بغل جبه مقاومت بود، این خب بعد بعض گپایی که شده که بینشان بین اینا یک ناراضیت به وجود آمده، یا منافع شخصیش از دستش رفته یا کدام دشمنی داشته. خب بالاخره امین پیشتر یک ضرب المثل گفتی که تنبان قاریزی آفتیدک. نه، قاریزا تنبان جبه مقاومت بود که حالا دیگه جبه مقاومت تماما مردم و تماما ماناشونا که تا نزدیکترین یار احمد مسعود از پیشش رفت دیگه. خلاص دیگه امروز مونی اکرم شمس اجازه تی از شوخی کنم. همین یک دقیقه گپ میخیزه. همین که مثال داده که قاریسا تنبان جبه مقاومت بود، یعنی بیادبی ما بیادبی ما فعالت مردانه را قاریسا حفظ کرده بود. حالت مردانه رو نگاری، پشت سر یک چیزی دیگر دیگر که با دور مکادم یاد کنه. خب باز خوب نیست، ترجیح دادی دیگه. خب ما یک پرسیدیم دیگه، یک به حسابه، یک اجازه بتید. فرض مثال اگر از مردم اون پشتش نمی بود، خب حالت مردانه خب یک چیزی بود که بعدر به نام بود. آه برادر امی، اما لبای تمال لبسرم داره، از یک طور بسرسی لب نمی بینام. همه حس زنانی شما مردم نسبت به مردانی تون زیاد است. از همون خاطر است که از همون قوم و تبار زیاد ایزک میبینم. والا ما بیبی نظر به صحبتهای خودت، من چون یک مرد هستم، ما به چرا لبت سرخ کرده وطن داری عزیز؟ چرا پرچم داری از آره لبش سرخ نیست؟ نه مسئله سرخی نیست بیبی، این بسته می ویدیو ما سرخ هست. نه اون نوایت بیبی اونم یک پشتونی پاکستانی رو ما میدیدیم یک زنکه بینیش دراز بود. یک دقیقه قاهرش برآمدگی همون تو لبا رو سرخ کردی. سیاه و سفید است بیبی، یک رقم شیر چایی شده. نه فهمی تاثیر ویدیو است. من خب خیر خیر ای که اس زنونه داری خیر گوشکار ندارم. ما میشناسیم یک دیگر ما مردا از هر اوا چیز کرده
گفته از پیش ما کنه پس ما مهم از کوره باید نگاه کنیم او را کس نبینه. خب به هر صورت این خب باز گفتیم دلوبر نگاه کرده بودین ما میگم دیگه امروز شاید شما نپوسیدین که ما چطور بعد از 5 سال عکس پروفایل ما که مولوی صاحب محمد یعقوب بود این تغییر دادم، چون امروز روز پیروزی ماست. در صفحات اجتماعی یا در ای فیسبوک و تیک تاک یا ایتو آدمی ندیدیم دیگه که در مقابل ما استاد شما با سر بلند کرد ما گپ بزنه. شکر دمتو که در میدان پیروزی نبرد پیروز بودیم. امروز ما پیروزی خودم در تیک تاک اعلان میکنیم. شکر هر کس به مرور زمان یکه یکه از پا در آورده. آقای اکرم شمس‌الملک پرچم پشت سر پرچمدار را در ناف کابل داشتی برچی اگر اوزان نکردیم برات بگو فروتن واقعا انسان نبود. اگر اوزان کردیم که باز ما میسه که میایم یک زندباد یا اورا میگویم. سپاس آقای اکرم شمس به شما برمیگردیم. هر کسی در برنامه هستین دوستا یکان جوک چیزا هست ولی نباید به سمت دشنام و توین. یک بحثی است که یک ساعت بعد دو ساعت بعد مردم در تلویزیون های خانهش از آدرس های مختلفی میبینن. بینان هدف ما بیدارگری است، هدف ما روشنگری است، هدف ما ای است که ماره های آستین میزوف را اگر مسلمانم بود از آدرس منبرم در کنار تان آمد وطندارای ما که دغه پغکت اعتماد نکنه. یعنی ای آدم ببینین یک ملای مسجد ببر بیدر در نشست ویانا در رده اول بشان، در رده اول دنیا مطبوعاتش ای آدم پخش و نشر بکنه، در حالی که اینمی آدم در کنفرانس نشست ویانا در هتل وقتی مرا گفت تو کی هستی گفتم فروتن هستم، گفت فروتن سی بالی از کران که ما عکس نگی که وطندارا مرا برچسبی بسیار اشتباه میزنن. کتیمه جرات نکد که پلو در پلو عکس بگیره او بزرگ بالا ترسی، گفت ما زیر لیافی در کنار شما هستم، پس لیافی گویا وطندارای خود جذب میکنم که در صفتان بیاید. بالاخره میبینیم تماسش با او برادر ایراتی ما سگ طالبه، شرفش بالاتر از باناموسترین چهره هایی که هم تبارمه در سنگر میجنگه تشبیه میکنه. چقدر داور است وطندارای عزیز. آقای ساشیوا فکر کنم نمیفهم که امشب در کجا هستی تو. آقای بارکزای ساشیوا نوبت میتونی حرف بزنی یا بارکزای نوبت بتون؟ آقای بارکزای بفرمایید. درود. سلام و احترام با همینجا با مهمانان شما. آوازی ما صحیح است؟ صدایتان درست است، بفرمایید. خیلی تشکر، خیلی سپاس که ما را بالا و دیوا. یک پشتون وقتی پیام قاریسا را شنیدی چی احساس کردی؟ اینمی صرف احساس تا در مورد حرفای قاریسا بیان بکن. اول خو ما شخصا حالا کمند کاریسا نیستیم، من حیث یک افغان وجدان او همورا خوش نداریم از وقت اینجا توهینم نمیتیم، ولی ما نه برنامه از را شنیدیم نه خوش داریم و نه از دیدگاه ملی و افغانی امو کدام ربط و آمدی از او مبکره و ایدیای از او هیچ افغان را نمیپذیره. او که در این و آخر که ربط از یک رای غیر عدلانه و غیر مستقیم را اختیار کرده که به جبهه مقاومت پیوستن، همه افغان ها از اونا را متنفر شده. پیش از این در جامعه ما، در جامعه بزرگ افغانستان، همه را من حیث یک تیک تاکر را ما شناختیم و اینالیم کدام حیثیتی نمیتیم و کدام محبوبیت در دلهای افغان ها نداره. او یک شخصی بیرونی مبکره و ایدیای غلیظ و مشکوک و پر از پروپاشی به پیش میره. یک روز نه یک روز به دست یعنی آقای بارکزای هر حرفی که قاریسا با آدرس ملایبو گفته اگر قاریسا مسیرش هم تغییر بخوره حرفایش به پاسخ نمیگذارین؟ نه او علم نیستن. ما و شما خطا خوردیم که امورا خطاب یک علم میکنیم. اونا در پشتو یک چی هست که شر از ایر تا گوری.
ما که از چهره و الفاظ و همی شکل و رویش میبینیم هیچ یعنی ابهام نمیدانیم، به خاطر از اینکه پر از فساد، پر از تعصب، پر از یک نوع فکر و ایدیا و همی رفت و آمدی از او هیچ نوع فرهنگ افغانی، فرهنگ اسلامی نمیخورد. او شما هم به خاطر امیر تشویق میکنی که اینا چند دفعه حرف از جبهه مقاومت زدن که او را ما یعنی با می خاطر تشویق میکنی که او را رب از یک رای خوب برای جبهه مقاومت رب و از او خاطر همورا تشویق میکنی اگر اینا لیم بگوی که ما افغان هستیم صبح علیه از اون یک انقلاب میاری، یک حرفای میزنی که این فاشیست بود و هیچ نوع کرامتی افغانی و انسانی را نداشت. آقای پروتین گپی اینجا ما از سوبال لایف شما را شنیدیم، ما پیش هم گفتیم اینالی میگیم که ما حرفای تو از آقای پروتین در پیش تران چیز صدا مبرای فکر کنم مخابره است چی است امرو از او دورتر بشینین بزرگوار یک صدا است مخدره نیست دیادر مخدره خو ما نداریم اولی میاییم سری باش از اینکه شما پیشتر گفتی که ما بیرق امی آذربایجانی و امی خراسانی را در افغانستان بالا میکنیم بیاییم یک دفعه همی را کم یک انقلاب شما هم بیاریم هر وقت انقلاب از ما شروع میشه ما خاک افغانستان آقای بارزه امی یک صدا از پیشت اذیت هم میشه تو گفتی که ما انقلاب کردیم شما هم اگر توان دارین یک کاری بکنین هدف تمی است شما در 20 سال در متاسفانه از لباس خانمای و سرزمین سوء استفاده کردین هدف از این برنامه ایجاد انقلاب علیه تو هم تبارم است ما میخواییم اینطور یک انقلابی را بیاریم که دیگه هیچ مردم افغانستان در او سرزمین خود را بیگانه احساس نکنه همه خود را مالک او وطن بدانه هیچ اوغان جرأت از این را نکنه بگه این وطن افغانستان است همه گی دیگه اوغان توب شود ما مطمئن هستم که این کار تحقق یافتنی است یک توالی ما را جوابتی اگر در مدت 10 دقیقه تو رئیس جمهوری افغانستان شوی قضاوت شما علیه ما چی است؟ میار انسانیت را قرار داده و هر شهروند او سرزمین از یک دیگری کمتر نباشه، بالاتر نباشه، برادر مساوی گونه میار رای را هر شخص یک نفر یک رای دیگه او گوسفند چاق و لاغر در سرزمین افغانستان نقطه پایان پیدا میکنه هیچ زن هم تبار ما دیگه نمیتونه که جل بکنه باز پایزارای خود را داخل صندوق بگذاره اینی میره دیگه نقطه پایان میتونه برای همیش مطمئن باش آقای استاشیوی بزرگوار همین شب کشتی ما را کتمی کارت تو اگر حرفی بگفتن دوری خواهی ما یک تا باز کو گفت دیگه کلگی افغان تو پر رای نوبت بتیم خو کلگی یک طرف هم میشه تو هم دوتا گفت بزن که بعد از تو امان الله میاخیل گفت دیگه ما دوستای گرامی با عرض سلام درود خدمت سایر بزرگ مردایی که در این لایف حضور دارن من یک چیز باید بگویم و همچنان خدمت دوستایی که در پایان لایف هستن چون من یک تست مدیکال داشتم من رفته بودم اونجا مصروف بودم غذا نخورده بودم وقتی که آمدم اونمو سلات را که هر صبحانه بخی واجب میدانم برای خودم اونمو را تهیه کردم تا ای که باز بعد از لایف باز استاد شما وقت نظریات از خاطر من یک مقدار مصروف شدم سوال را بگیریم وقت پیام صوتی آقای قاری عیسی محمدی را با یک تن از وکلای هرات که عضویت جبهه آزادی را داره در صفحات مجازی نشر شد شنیدین ایشان سگ اماراتی را ترجیح داد نسبت به یک مقامتی
برداشتتون چی از بزرگوار؟ چی چیز باعث از این شد که قاریسا همین گونه قضاوت بکنه؟ فروتن گرامی، ما میخوایم یک موضوع را یادآور شوم، شاید خلاف باور یک تعداد باشه، شاید یک تعداد در مزاجشان خوش نخوره حرفای ما، ولی ناگزیر است و بینمی دیدگاهم است، بینشم است، باورم است، مجبور استم بیان کنم، صادقانه بیان میکنم. دل هر کس که خوش شد، دل هر کس که خفه شد، اوقدر برای مهم نیست. ببینید دوستای گرامی، زمان ما در یک مدت پیشتر بر بگردیم، بعدش بیاییم سر قاریسا. یعنی که رفتن قاریسا در قدم اول میگم تصادفی نبوده در کنار احمد مسعود، مانند رفتن اونمو سکرتر حکمتیار که وقتی رفت موقعی نیافت که احمد مسعود بیا بزنه، یک دو نفر دیگر از زد پس گرخت رفت. ولی ما اگر پیشتر بریم میبینیم که برای امیر حبیب‌الله کلکانی قصدن آوردن ملک بی‌نظیر درگ بخشی در افغانا که اینمی بیادر دور توفه ما دست خالی آمده بودیم تقدیم توباد. تا زمان سقوط حکومت امیر شهید و نمو زن، تمام اخبار درون خانه امیره و برنامه ارگ امیره در جنوبی والا یادم میرسان. بعد از اینکه امیر شهید شد، رفت و آدم با یک مرد قنداری یک هفته بعد عروسی کرد. ببینید در کنار احمد شاه مسعود، استاد سیاف تصادفی نرفته بود، استاد سیاف تصادفی نرفته بود، دکتر عبدالله تصادفی نرفته بود، همگیشان جاسوسا و مورهای فاشیزم بودن. اگر حال احمد مسعود استاد سیاف دوست خود حساب کنم، من در خرد احمد مسعود کاملا شک میبرم و منکر امون خردش میشم. اگر سر سیاف که قاتل احمد شاه مسعود است اگر اعتماد کنم، اگر دکتر عبدالله را او آدم به عنوان دوست پدر خود بپذیرم، من سر خردش کاملا امون باوربند میشم که یه آدم بخرد است، به خاطر که همگی از اینا مورهای فاشیزم بودن. اونمو رقم قاریسا جزی از اونمو مورای فاشیزم بوده و است و در کنار احمد مسعود رفت تا ای که رازهای جبهه مقاومت او آدم در چی روان کنند. حتی باور کنین که بسیاری گپای را هم که او آدم دمی صحبتش میگنه، میگه این مسائل را خود ما در ویدیو گفته نمیتونیم، یعنی که او گپی را که در اینجا میگه، میگه برین میگه بر پدرتان لعنت، برین خراسانتان را پیدا کنین، برین بر پدرتان لعنت کنین. خب بر پدرتان لعنت کی را میگه؟ همیال از ما شروع تا شما تا احمد مسعود هم مگی باورمند به خراسان است، افغانستان قبول ندارد. ای از ما شروع تا احمد مسعود هم مگی را از یک سر میگه بر پدرتان لعنت، برین خراسانتان و میگه که من این گپا را در میدیا گفته نمیتونم. یعنی که اگر من در میدیا بگویم خود دیگه در کنار احمد مسعود آبرو جایی برای من نمیمانه، ولی من ناگزیر هستم که گپای دلم در اینجا، گپای لفاظی و گپای عوام فریبانیم در میدیاست. از اون لحاظ اصلا اعتماد کردن بالای افغان در کنار در هر جبهه که ببینید، ما شما در بعض نشستای خصوصی ما حتی من مخالفت میکنم با آوردن یک نفر افغان در مجلس ما، به خاطر چی؟ به نمی خاطر که قطعا مورد اعتماد نیستن. هر چیزی که جور میکنین سوچه تاجیکانه جور کنین، هر چیزی که جور میکنین متشکل از اقوام غیر افغان جور کنین، یعنی که اعتماد کردن بالای از اینا مثل که با جن تو قول برادری بتی و در موقع تو را بزنن. یعنی که اصلا به هر عنوانی که 30 سپاره قرآن مانده که 60 سپاره قرآن قسم بخورد و 4 کتاب آسمانی را مانده رویش دست خدا بانه، مثلا افغان اعتماد ندارم. یه حرف آخر و اولم است. سپاس خود بشیر شیوا با شما برمیگردیم که بیخیم همو گیرم که آقای گیرم که همو بگویم که من اینمی قرآن است قبول دارم و اونمو قرآن را که افغان قبول کنم من قبول ندارم. یعنی شما بله
استاد شیوا در مو افغان شناسی تان به مو سطح والا واقعا از زیر پوست از اینا میفهمین. وقتی ملایی که از انزوا با یک چیره مجل هویت با یک برند قاریسا تبدیل میشه، در مقتی میای از سگ افغان زنانه پوشی که بشکه زرد در بالای سرنجش ماندگیست و در روی دلش هم واسکت انتیاری، سگ از او را ترجیح میده که با شرفتر از مقامتگر است. آقای حبیب مرزی میشه مایکتون را باز کنیم، بفرمایید بزرگوار. سپاس ساشیوا به شما برمیگردیم. سلام و درود. علیکم السلام. آقای حبیب مرزی وقت پیام قاریسا را شنیدی به صفت یک وطندار، چی برداشت کردی؟ چی چیز باعث شد که این آدم معذوف همه میارای انسانی را زیر پا بکنه، از سگ انتیاری خود بیاید دفاعیه داشته باشه و او را توجیه نسبت به یک مقامتگر داشته باشه؟ بازم سلام و درود فروتن عزیز و خود دوستان در لایف پایین لایف. فکر فروتن عزیز مقصد پیشتر اداخته پیشتر همی حرف داشت کن همی اوغان در طول تاریخ آیا ما را به قمه نگده؟ آیا اینا یک بار نه چهار بار حمله خود در شمالی نکن در طول بار چهار بیش طالبان کن نوران میره بلای کلکانی خواهده میدید رسول الله اینا چی کار نبودن در مقابل تازه پا کردن؟ همو دل تازک بود با همو قلب کلان آمد بیادر جنی داره پس به بغل گرفت برادرش مسلمان ما گفته ما چی بگم؟ اینا نیم قرآن قبول دارن و در حین وقت ها میگن خودشان واضح میگن خورد کلانشان میگن ما اسلامیت از افغانیت خود کرده بالاتر اول افغانیت خود قبول داریم باز اسلام هستیم. اینا لکتر کم قوم تو آمده شکایت سر از یارم داری صدهای ازی به می فکر انگیزه از دورا ازی یکی دوتا نیست صد پیس صد پیسد از اینا رو می فکر هستم که اینمی انگیزه فکریشان است و چه قسم بیان در پوست گسپن خود گرگ بکشم. خب معلوم دارم ما را در طول تاریخ واضی دادن در طول تاریخ با ما بدن معاملهای ننگین کردن ما هستیم که ما فریب میخوریم، ما این تاجیک هستیم که فریب میخوریم. امروز ما گفتم مبارم امروز سه سال چهار سال پیش که ما نظر بزنیم چهار سال پیش فروتن عزیز که میدیدیم که از داره بیرق قصود داشته باشه چهار سال پیش سه سال گذشت کرده امروز بیرق قزاره رسن که در پشت سرش به افتخار استاد است میگم از داره هستم من میگم افتخار میکنم تو میگه از داره هستم. اینا در طول تاریخ همین کارا را کردن در طول تاریخ جز از اینمی که ما را بازی دادن نیرنگ بازی کردن و ما فریب خوردیم. ما به این فعلا به این تاجیکای خود میگم برادر عزیز تابکای یه بار اول نیست یه بار دوم نیست از نزدار از عبدال نزدار به این تقریب نام افغانستان که تغییر خورده از اونم باید تو خنجر خورده رو ایستا می فعلا 62% قوم از آره را از بند بردن آل آمدن تو تاجو کزمک از آره را این وقت از بند ببرن از صحبه سرت نره پنس نفر آورده را ایستا تابکای ما بیشنیم بگم والا قاریسا چی گفته؟ سالای دیگه شیر گفته روانم در خود تلویزیون ملی افغانستان همیا نگفتم که اوغان اگر نیستی تو برادر جانی برو و کلا بده و دیگه ارامیستی اگر اوغان خود نه ارامیستن معلوم دار است که ارامیست حلالی کیست اینا را از کل سلیمان کی تا کرد همین مر قوم تاجیک بود که به انسانیت یاد میگی امروز به زبان خودم میام مرا دعو میزنم به زبان خودم برادر جانی مرا تعویل میکنم در حالی که حکومتش میچاله سر زبان خودم دوم زبان اسلام دوم تعویل میکنن ما که از چی برابری دارم هیچ برادرم نیست هیچ خدا نکنه برادرم نیست ما حبیب مرزی افغان برادر قبول ندارم نه در این دنیا نه در بعد از این دنیا به خاطر که اینا در طول تاریخ ما را علمت بازی دادن پدرم بازی خورد پدر کلانم بازی ما بازی نمیخورم اولاد ما اجازه نمیدم بعد اولاد ما این جفا شده که مرا بازی بتن نه سه سال است ما گفتم سایل دارم در طول سه سال نه ما را تعوین کردن تعقیب کردن دعو زدن در لایفا نامدن نامدن در لایفا می تاجیکا را تعوین تعقیب نکردن بدن تاجیکستان از وارد گورستان ازبک در ازبکستان نگفتن شما در گوشتون نشدید همین کسایی که در زیر لایف هست نشدن تابکه شما میشینین هنوز هم در سینه تان افغانوالی میزنین و شکایت دارین از کسی که برادر جانی آمد به آدم قاری هاست ایسا اینا با پشت و گستن میاد کل از امو ارامی های رند مادر رند سن که در طول تاریخ همی کاره پدر کلان هایشون در سر ما کردن بگه ما گفتنی ما با سپاس آقای عبیم مردی و شما برمیگردیم آقای امان الله میاخل دوستا اینمی میار منطق باشه اگر حرفی هم دارین دشنام کوچه بازاری در برنامه ناممکن است و ما اجازه نمیتون آقای امان الله میاخیل وطندار افغانمان
وقتی پیام قاریسا را شنیدی پیشتر نتان ضعیفی کرد پایان افتیدین، احساس نکنین که من انداخته باشم. وقتی قاریسا را پیامش شنیدی به صفت وطندارش چی احساس کردی بزرگوار؟ مایک تان باز بکنین، من نمیفهم باز ضعیفی دارین، تصویرتان بسته شد، بفرمایین. سلامون دی تو پاورا سیگی پروتان صاحب، خبر دی سیدا چه تاسو هم د اسلام دوام زب دعوه هم لری او اسمان تجگی گی بیر تر آغور زی هم، خو مگرم افغانستان کی و خبر نشی کولی چه کل خارج تلار شی بیا آغا الفاظ غا گوی چه نی خدای منی بی بی وطندار افغانی، یک لزا وطندار افغانی تاوین نکو توهین زنی ما توهین نگو برادر، امور صحیح آدم واری بگو خالا، چرا جف نگو که اگه بی درست نیست. ما که توهین نده کرده از ما پخبری میگی خبابی خب منظورت از خبابی چی هست؟ خبابی خبابی برادر خبابی میگه خبابی خبابی خب بگو گپ میزنی خالا، نگو که میجفین خوی گپی درست نیست. خبابی ما ارمی وای ارمی دقا ارمی وای لطم ارمی وای ما خواهم نیستم که راو کنیم. آقای اکرامی شمس دوبتت گفده لطفا. دوستاشی و اوصله کامی هر دیدی گارد میگیری. امی ما یک تبابن خیر بگذاریم حرف دیم. وقتی یک بحث گفتمان را رام اندازیم یک بچه اوغان میایه قلمبه و سلمبه حرف های دل خود را بیان میکنه تعمل شنیدن چه داشته باشیم. دفتن دفتن از گلونش نگیریم. من منظورم این بود که این نباید از واجه هایی که در غجده استفاده میشه در یک برنامه 500 نفری مطرح کردن، این کار درست نیست. زه گور از ستا به خبر پویگم چه ته سوای تز ما به خبر نه پویگی چه ته سوای ما ده خبر نه غلط مطلب ما خلا زما غلط خبر نه ده کړی کته چیرته وای کما غلط خبر ده کړی ده بیا اول په خبر ځان پوی کا غدغم تاسو کار ده خبر به نظام پوی کوونه و ما ته دسی ویل تا ده ما نه بد خبر کړی نظر ته بد کوم خو بده پاغه صورت که در تا کم لکه دا کم چه خلق و وکڑه ده ده جواب ماس رشتا ما در تا دسی ویلی چه بداخل ده افغانستان که تاسو وست یوا خبر هم نشی کوله خو چه کل خارج ده راشی بیا آغا الفاظ غا گوی چه هیس پا یو مذب نی روا داغا حبیب الله نمی گیسه دا بز ما پا خبری پوی گیزه که لگ لگ دو گو دیر پا پختو پوی گی نو میرا بانی وکی که چیر تا تاسو غین کی زوری او چیرتم دومره رختیان رانی هستی بیا لاشی داخل باز میگی وطن داره اوغانم باز میگی فروتن مداخله کردی او برادر اینمی غین و بعضی چیزا اینمی در غجده بیان میشه اینمی در یک جایی که میار منطق و استدلال است ولی من نمیفهم این واژه‌های کوچک بازاری تو می وطن داره اوغانم چرا دارید استفاده میکنید تاس طول افغانان کدام آدم او برادر از این واژه بی ادبی ما کرد همیشه استفاده کرد که تو این گفتارایی سی میره نوابزاده زیب ترجمه کنه نوابزاده زیب اینمی ببینید اینمی فرنگتون چقدر چتلی است اینمی یک نفر حالا تناسلی رو نامشه نگرفته اینمی آدم این گفتارایی یک دکتر پروتان عزیز گوره میاخیل صاحب اول خو چې هر څوک رقم خبرې کوي کته واقعا افغاني کا واقعا پښتوني خو دغه 15000 کلن تاریخ دلته مو وایا دته خو چا د ناموسی خبرې خو نه ده کړی یا کوم الفاظ چې تا استفاده دی وکړه خو هغه خو نه کوي دوی خو بل خبرې کوي خو ته بل چیرته راګای باز هم دوستای ارجمند ببخشین بسیار زیاد ببخشین ما اینمی عادت ماز برادر ما دمی خون ما همی چیزا جای گرفته ما بدون از امی سامان و سامان گفتن دیگه چیز یاد نداریم ما ادبیات انسانی و وجدانی اخلاقی و مخصوصا 50000 سال که تاریخ داریم سر از امی چیز است امروز که امروز اینها میاین و شما را تهدید میکنن که واقعا اگر مرد هستین بیاین در افغانستان گپ بزنین فراموش کردن دشت لیلی چی شد اینا فراموش کردن اما اینها انسان نمیشن ما بگیم ما انسان نمیشیم به خاطر چی تجربه را نمیگیریم که بیاین واقعا بیاین یک تغییرات بیاریم همه در پلتفرم هایی که به هزارها نفر جشیشته و گپ میزنه گپای انسانی وجدانی عقلانی صحبت دارن میاین از واژه های اما غیجدگری که خود تام دیگه از اون واژه ها استفاده میکنن سپاس آقا نوازده به خاطر بی‌نوبتی نشه امی آقای علی را نوبت شمیتیم بعد بختیار
نوابزاده همی تو طرف پرچمدار هزارستان میریم. هدف از برنامه بیدارگری سوگن به خدا اگه ما دنبال چیزی باشیم. وقتی قاری عیسایی که یک انسان معذوف مجهول الهویت در یکی از مساجد چند نفری امام است، جبه مقاومت به خاطر وحدت، یعنی میتونی یک آدم را میخواین که از آدرس پشتون به یک رهبر یک چیره انسانی تبدیل بکنن، این میره در این عصر میایه باز حرفی را میزنه که من فروتن هم امید 200% هم که نسبت به وطندارای افغان داشتم امورم این آدم سیاه ساخت. دیگه من اصلا 100% شده بعد از این که اینا وقتی واژه افغانیت میار میشه به پشتونوالی اقتدا میکنه دیگه حرف از حق نیست، باطل را ترجمه میتن. آقای دنیل هزاره تبار درود، وقتی حرف قاریسا را شنیدی به صفت یک بچه هزاره چی احساس کردی؟ سلام فروتن عزیز، به خودت، به کسایی که بالا مایک اختیارشان هستن و کسایی که پایین شنونده هستن. فروتن عزیز، من همینجا یک آزادی بیان دارم، میتونم اما طرز فکری خود شریک کنم یا از خود تا بزرگوار کلن بس آزاد است. من یک چیز را میخواییم بگویم که حداقل بعضی چیزا باید گفته شوه که یک غلبه صورت بگیره. اگر برای دراز مدت در افغانستان تغییرات به وجود میایه، دوباره افغانستان در طرف یک گمراهی نره، در طرف جنگ و بدبختی نره. در موضوع قاری عیسی، سعی کنید فروتن عزیز، تا دیروز قاری عیسی برای شما خوب بودن. احمد مسعود و چپه مقاومت حاضر نبود که همراه خیلی کسای دیگه یک جای بشینه. و ما گپای ذوالفقار عمومی شنیدیم، ما گپای جنرال مراد شنیدیم، ما گپای خیلی کسای دیگه رو شنیدیم. و در 20 سال گذشته افغانستان هم اتفاق افتاده. ایت یک گپ نیست که ما یک مردم هستیم خیلی احساساتی میایم گپ میزنیم. در 20 سال گذشته افغانستان مشکلات های کلان اتفاق افتاده و امو باعث شده که اقوام دیگه افغانستان نمیتونه در کنار یک دیگه خود استاد بشینه و در کنار یک دیگه خود یک روند قوی را شکل بده. و گپای مارشال صاحب دوستوم هم ما شنیدیم قبل از این قضیه که اونا آمدن بعضی چیزا را مطرح کردن. من اینجا نامدم که قوم پرستی کنم یا یک چیزی را بگویم که گویا از این کار بیایم ابراز خوشی کنم یا کسی را طعنه بتم. اما جمعاً در 20 سال گذشته افغانستان ما مردم هزاره با آدرس جمعیت یک تعداد زیاد ما رأی خود دکتر عبدالله را دادیم و این کسی نمیتونه منکر شوه. و در همو زمان اتفاقای بدی افتاده. به طور مثال در پنشیر نامی دری هزاره را دنام دری آبشار بدل کردن و آقای امیرالله صالح آمدک مردم هزاره را، همون مردمی که تا جایی ازش حمایت میکردک و در غرب کابل را مهمانی میکردک در مکاتیب، از آقای امیرالله صالح تقدیر میکردک، آمد گفتک حق هزاره به اندازه بینیش هستک و این چیزهایی هستک تا امروز یک تعداد مردم نمیتونه سر یک دیگه خود اعتماد کنه. در سمت شمال افغانستان فروتن عزیز و کسایی که هستن، ما خبر هستیم حزب جنبش، حزب وحدت قدرت اصلی سمت شمال داشتک و بعد از او که آقای استاد عطا در قدرت آمدک با امو خامی سیاستی که داشتک کوشش کردک حکومت محلی را امرای برادرای افغان تقسیم کنه و او چیزی بود که ریشه دیگه اقوام افغانستان در سمت شمال افغانستان سوست کردک. و امروز هم اگر موضوع فقط امی باشه که قاری عیسی از کنار جبهه مقاومت جدا شوه و او زمان آقای شیوا در فکر ازی باشه که دیگه اقوام افغانستان میتونه امرای جبهه مقاومت یک جای بشینه، به نظر من یک فکری احساساتی هست که برای دراز مدت نتیجه نمیده. ما در سال گذشته یک کسی که در حکومت افغانستان کار کرده بود، آقای استاد چیوا، با همون جنجال های خوردی که در صفحه اجتماعی بود آمد گفت من روی خود در طرف افغان کنم و اگر در طرف افغان خنده کنم دیگه شما در افغانستان این اتفاق براتون میفته. و دیدیم آقای سرشار آمد مستقیما از داعش حمایت کرد که قامو از جرمنی رفته در شکایت کرده. و اینی چیزهایی هست که نباید ما دست به کارهایی بزنیم که فردا روز تنیشش حداقل برای نسل دوم و نسل سوم زیاد شوه. اگر ما تا آخر عمر بیاییم، من آخرین گپای خود جمع بندی میکنم، من خودم طرفدار از این هستم که اقوام دیگه افغانستان، من یک انسانی تا جایی را نشنالیست هستم، دلیلش هم به خاطر از این کاش ما در یک جامعه ابدیت شده مثل کشورهای دیگه می بودیم
که نجات پرستی از خیلی چیزهای دیگه دست خود رو بالا میکردیم. اما در افغانستان حزب قومی هستک، مشکلات های دیگه هستک، تعداد زیاد مردم هزاره در طول تاریخ جنوساید شده. آقای در این اجازه است سوال کنید؟ اجازه است؟ من همین گپ خود رو تکمیل کنم. همین سوال من هم بگی؟ کوتا. همین افغانستان انترنشنل در مورد جنایت بشری طالب یک مستند نشر کردن و شورای بخش حقوقی شورای امنیت هم به سازمان ملل گزارش دادن. هم غربی کابل هم ساعت تاجیک نشین یعنی خیرخانه، امی آدم های زیر نام امارت به ناموس مردم دست برد زدن که نه تو این کار کرده میتونی نه ما. آل ماهایی که علیه این مردم جنگ کرده رایستیم، برادرای هزاره تبار من خب در برابر از اینا تا هنوز دست به سلا نبرده، پس این مردم چرا ای تو بیرحمانه جنایت مرتکب شدن علیه قوم محترم هزاره ما، در حالی که اگر تاجک گویا کردن خب تاجک حقش است که امروز جنگ میکنه یا زندان هم پر از تاجک ها است. میشه در این موردم نظر بتین؟ بذار بگوار. فروتن عزیز، ما با مو آشناییتی که خودت حداقل مرا مایک دادی، من نمیخوایم از مایک یک چیزی بگویم که خودت نراحت شوی، اما اگر موضوع ای باشد، در افغانستان یک جبهه قوی را در بلخ مولای مهدی جور کردک و برادرای کن جمله کردک، یک تعدادشان برادرای اوزبیک بودن و بیشتر طالبای کن جمله عمله کردن تاجیک، برادرای تاجیک بودن از بدخشان بودن. او برادر اونمون ناکسا خب پنشیر رفتن هم تو مقبلی احمد شاه مسعود در روش قنداری ها را اردن که اتن کو آل تو از او طالب میزوف بدخشانی ما چی تم او توقع داری؟ ما سر اینمزی موضوع قاریسی ها میشرخم و ایره بر که فروتن عزیز، این اتفاقی هست که افتاده و اگر قرار باشه در افغانستان، من بازم میگم در افغانستان اتفاقی که افتاده، اگر تو مسئله قومی را مطرح کردی که شما جبهه ندارین، من میگم نه، ما جبهه داشتیم، یک جبهه قدرتمند اونجا داشتیم. قبل از او هم با اینا گفته نمانه، در 20 سال گذشته افغانستان کماندان های اربکی هزاره تلفات زیاد را داده. قیوم خان هزاره حدوداً در چهارراه کابل قندهار دستش بود قبل از جنرال رازق و او حدوداً 600 نفر را داشتک. آقای غوریانی در هرات استادگی کردن در مقابل خیلی کسا و بعد از او فرمانده صاحب باشی حبیب 120 نفر کشته شد دیگه در دیگه جای افغان. خانم سلیمه مزاری استاد شدک و خیلی مردمی هزاره ما در جنگ بودیم در 20 سال گذشته افغانستان، دیگران نبودن و ما دیدیم در اورزگان آقای شجاعی امی اورزگان یکی از مناطق بود که اورزگان دایه که قطعات سرخ طالبا اونجا بودن و ما بودیم در جنگ اونجا و ای که کس نادیده بگیره و بگویه که ما فعلا در فلانی جای هستیم، من او را رد میکنم. درست است در 20 سال نظام جمهوریت برادرای هزاره ما، دوشا دوش ازبکای ما، تاجیکای ما علیه افراطیت مبارزه کردن، هیچ کس نمیتونه این کار بکنه، ولی حرف از ما حال بود. حال هم اگر قرار باشه ما بیادی از اندراب و بغلان جاهای دیگه بکنیم، پرنفوذترین مردم در این جغرافیا هزاره هستک. من خودم سر داکومنتری کار میکنم، یعنی کسی دیگه نمیتونه بگه این هزاره نیستک، هستک دیگه. یعنی تو که شده نمیتونه شما همین برادرای اهل تسنن ما که بله هزاره های اهل سنت در بدشتاها قویت تباری بعضی هایشان هزاره تبار بوده، اشاره تان سر از او است. آقای دلیل هزاره تبار بزرگوار به شما برمیگردیم. آقای احمد شاه بختیار گستاشی ها یاد داشت امیره دنوبه؟ نه نه نه، من در نوبت تو حرف نمیزنم، جوابای من فراموشون میشه، یادداشت نگرفتیم. مقصد این صحبت نکنیم دوست استاشیوی بزرگوار. نه آقای دانیال، این آزاد است، خودت هم چرا که میگی، ما بار بار در لایف ها گفتیم تعمل شنیده نداشته باشیم. ما در مورد که گپ بزنم نه داخله نکردم، من وقتی که خودت گفتیم بار بار در لایف ها که خودت از سنت و از ظرفیتت بالا حرف میزنی و ادعای کاذب داری، یعنی گریز جزی از نامردی است که اصلا شیوه انسان های بیغیرت می باشد. تاوین نکنید باشید، لطفا یک دفتر لطفا تاوین نباید بکنید، دست این دو سال کار نداره. آقای دنی، آقای دنی، من بسیمت گردانم آدم کردم، لطفا نوید نزن، ما هستم همیجا. یک دفتر گوش کن فروتن، بان مرا گفت بذارم. ببین یادم از ما مشخص نام گرفت یک بار، دو بار، سه بار و از مزار. ببین در حالی که یادم در مزار نبوده، نه خبر داره،
و این یک رنگ یک گپای اوایی میگه که قدرت شما چند نال سوال از مزار ازتان کنم چند دانه سوال کنم میتونی منطقه جواب بدی بگذار نم استاد شیوا ما خواهد بوده که در رابطه با خصوصا یک بس استاد شیوا بدنی توهین میکنه ای توهین میکنه من استاد شیوا استاد شیوا امیل احساساتی نشیم استاد شیوا شما وضاحت بدین کی از کدام تبار در اوجه چی کاره بود خب مرا بان که گپ بزنم یک دقیقه ببین در زمانی که استاد عطا محمد نور وقتی که والی بلخ شد از بشیر توحیدی شروع معاونش تا ظاهر وحدت تا زمانی که یادم رفت یک یک معاونش هزاره بود از رؤسای از این اقتصاد گرفته تا تا طور مثال ده ها رئیس ما در حدود شاید اگر خدا گردن ما نگیره نامایش هم شاید من همجا یادداشت داشته باشم یعنی در حدود ده رئیس شاید ما از ازاره ها داشتیم هم از شهرسازی هم از عدلیه از هم خدا هر خدا میشه یعنی رئیس هایی بود که کلش از ازاره ها بود باز همو افغانی را که استاد کهش قدرت تقسیم کرد تو که میایی از شکنبیدی اگر فمیکشی که کی بود جمعه خان همدرد طور مثال تا آخرین روز که استاد میل در میل بود اخترلوچک تا آخرین روز که بلخی های افغان بودن که استاد میل در میل بود یک اگر تو زویه اختری را بگویی که رئیس سکتوری مقام ولایت بود او خوارزاده داودزای بود که از کابل معاون رئیس جمهور رئیس دفتر رئیس جمهور بود کرزای او خودش همه تو امتحان داده آمد در رئیس سکتوری خصوصی ولایت شد دیگر کدام افغان در رأس قدرت ولایت بود که تو یک گپای تفلانه تفلانه قدرت گرفت که ما در این دم 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 همه همه قدر برد بگم واضح تو هم نمیفهمی یک آدمی هستی که ببین یک آدمی هستی اون روز تو در حد نیستی که در این مورد در حالی که در این مورد مایده بچه هستی تو دوره ببین تو دوره مکتب دبستان تو تمام نکدی تو چه حق داری که میایی در مورد استاد یک دقیقه استاد تا کسی بود که یک دقیقه استاد تا کسی بود که برای اولین بار در تاریخ روزه مبارک شماها را اجازه داد که ده محرم عاشورا را در روزه برگزار کنین در تاریخ روزه مبارک شما مدیون استادتا نیستیم شما من در تو دادرس استادتا رقم تو تاریخ کرد استادتا چل تو نیستیم که من این رقم بس نمی این من این رقم بس نمی آقای دمیر مایک تبسته کن لطفا آقای دمیر گپ لودگی نزن دگر چی که میگی برابر دهن بود تخریش کننده است مایک مرا بسته میکنه من خبر نیست کدام مدیراتور است مایک مرا بسته میکنه ما بسته میکنیم بس مدیراتور در صفحه ما زیاد است امی چی که آقای دلیل مایک تو نباس نکنه خیر استاد شی و حوصله شنیدن داشت توهین میکنه گپ زدن یادت نداره گپ زدن یادت نداره اول یعنی در نوبت بود انتخاب خراب شی تو گپ نزن برای من کلی شرط پد مگه سلام آدم کلان پیشانه میشه لطفا استاد شیوا یک سر خود سخت باشیم آقای بختیار نوبت شما بفرمایید آقای بختیار نه بس ما سر قاری ایساس این لودم یا یک بس اندرام و بس ساجوگایی نکنی بس گفت دمیال یک دقیقه همیال سه ست پارتمان تان زیر بلدوزر کده همیال هر شب در بغل هر بچی بیشنوید چی میگه یادم بیشنوید چی میگه یادم یک بچی از کنید چی میگه یادم گوش کنید گوش کنید غیرت داری برو سر کنید چی وضعیت داره آقای دنیل امیر ساشیو ارگر آقای زنیم چند دنیلی بیزی مالی افغانه نگیم لوده خیر استاد شیوا یک ذره خون سرد باشه آقای بختیار بزرگوار عیار خراسان در دیوار یک تصویر بلگان او برادر عیار خراسان دوستای عزیز من درود مجدد میفرستم عیار خراسان در دیوار یک تصویر بزرگ یک کمی خراب میه سفید میه بفرمایید آقای بختیار بزرگوار درود مجدد همین آقایی که اول صحبت کردن از دوستای افغانمان به نام بارگزایی که بودن اونا گفتن که اول خو در مورد عالم دین بودن قاری عیسی تردید داشتن گفتن که او عالم دین نیست شما باید برای از او عالم دین خطاب نکنین هرچند اگر قاری عیسی عالم دین نیست اونمو علمیتش در بخش دینی بالاتر از خوبترین ملای طالب است عقانی یک آیتی قرآن کریم را که بسیار عام است همه مردم تقریبا میفهمن او را قرائت کرده نمیتونه
شما میگن که قاری عیسی علمیتش زیر سوال است، او عالم دین نیست. خب باز ما تکرار میکنم که اگر هر چی است بالاتر از علمیت طالب است که او علمیت از وارا با چالش کشیده بود. و آمدیم در ارتباط به موضوع دیگری که آقا به او پرداختن، مسئله دیدگاه ملی افغانی. آقا سبکمرا نزنی مجبور پایان ببرمان ببرمین بختیار سن. و قاریسا را نقد کرد، گفت که قاریسا یک دیدگاه ملی افغانی نداره. منظور شما شاید شما دوستا گرفته باشین، این هدفش اینه که قاریسا امو افکاری فاشیزم را تقریبا به طوری که لازم است تعقیب نمیکنه، بنابراین ما او را به قولی ها ماک کردیم، یعنی او دیگه مورد پذیرش ما نیست، دیدگاهش اون همین بود. بله چیز را که شما میگن آقای بارکزایی، ما دقیقا دلیل مبارزه ما که میگیم ما مبارزه میکنیم بر علیه تمامیت خواهی همی است که شما هیچ گاهی در او سرزمین تن به عدالت ندادین و امروز هم شما تسلیم عدالت نمیشین. آنچه را که شما میخواین او ملیگرایی انحصاری است، یا ملیگرایی به قول خودتان که حالا یک اصطلاح نو برش دادین، ملیگرایی افغانی است که ما به شدت مخالف از اینمی ملیگرایی هستیم که میگین قاریسا نداره. آمدیم در رابطه با حرفای دوست دیگه ما آقای پرچمدار، اینا گفتن دلیلی که دیگرا در پالوی جبهه مقاومت نمی آمد، بعضی مسائل را یاد کردن که دوستا حتما به یادشان است. آقای پرچمدار، ما و شما شاید از لحاظ تاریخی مشکلات تاریخی وجود داره، اقوام مختلف درگیری های صورت گرفته در بخش های از تاریخ، مخالفت های سیاسی وجود داشته، اگر به اون لحاظ نمیتونیم ما یک جای شویم یا کنار هم بیاییم، حداقل شما بیاین دشمن مشترک است، طالب دشمن تو هم است، دشمن ما هم است، در کنار ما نه، در کنار خود یک جبهه باز بکو، یک جبهه سیاسی، جبهه نظامی بر علیه طالب موقفت روشن، منظم برنامه کایت باشه، وقتی که ما خواستیم یک نظام شکل بدیم باز وقت حقت هم معلوم است، حقت حقم معلوم میشه که کی چقدر قربانی داده، چقدر جغرافیا را میگیره. ما بعض وقتی که میگیم فلانی را ما خوشمان نمیآید، صورتش خوشمان نمیآید، زبانش خوشمان نمیآید، فرهنگش خوشمان نمیآید، هر چی که هست، ولی دشمن ما وقتی که مشترک است، ما به این فکر بکنیم که ما چطور در برابر دشمن بسیج شویم. شما میتونین از خود یک رهبر جبهه نظامی تعیین بکنین، یک ساختاری مشخص از خود داشته باشین که بریم با مبارزه بر علیه طالب. و در رابطه با حرف دوست دیگه ما در ارتباط با مسائل قومی ذکر کردن که حق داده نشده، شما ما که از بغلان هستم، امونا به هزارای اهل تسنن اشاره کردن، ما هیچ تاجیکی را به ندرت، ما یک تاجیک مثلا اگر والی داشتیم در دا اونجا، اکثریت والی های ما پشتون بوده، اگر معاون والی هم در اونجا بوده یکی پشتون، دیگرش آمده یک هزاره اهل سنت آمده، امیر رقم رئیس شورای ولایتی، معاون شورای ولایتی، در ساختار دولتی ما ادارات دولتی را داشتیم در دا اونجا سهیم بودن. او وقت قصه از این مسائلی که حال شما مطرح میکنه نیست، ما باید دنبال بهانه‌گیری نریم. امروز هیچ چیز ندادستی، من است ندادستی خودت است، وقتی همه چیز دادستی گروهی خراسان کوتا نظر بتین تا که تصویر ندارین. آقای بختیار در صفحه کلان میمانیم، بعد پرچمدار میگیریم و آقای سعید سادات هم در برنامه خوش آمدید میگیم، بعد از پرچمدار سعید سادات را اجازه میتیم که زیاد انتظار نکشن. تاجکم تاجک ایار خراسان مایک بزنین بفرمایید. احترامات جناب دکتر صاحب بزرگوار و دوستای که لایف هستین، انشالله همگی خوب و صحتمند و سرحال باشین. امو شعر مشهور ما از اینجا شروع میکنم که عاقبت گرگ زاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود. از قبلا همه دوستان میفهمیدن که قاری عیسی و تیم انفکرایش دارد دسیسه میبافن، مثل شکریه بارکزی چند پیش از بدنه جبه مقاومت خارج شد. عالم قاری عیسی خواسته یا ناخواسته پیراهن شرافتی که برای خود کش کرده بود از روش دور شد. ما و شما باید همیشه وقت متوجه از دیگر باشیم، با دشمن نامرد روی بری هستیم. در طول تاریخ ما و شما با دشمن نامرد روی بری بودیم، دشمن مرد نه. با لباس دوست میایه بالوی شما میشینه، اما در حقیقت داره خنجر میزنه مثل کرزی. این مردم ها دیگرهایش هم که هستن دوستا باید متوجهشان باشن که اینا تمام جزیات با اینا شریک نشه،
چون اینا افغان هستند. به هیچ عنوانه، به هیچ عنوانه که حتی سر قرآن هم یک بار نه ده بار اینا دست ماندن و او عمل نکردن. دیگه چی میخواین همین دوستای ما از اینا توقع داشته باشن؟ انسانایی که بالای قرآن منعیس مسلمان اعتبار ندارن، این بزرگوارا هنوز هم منتظر هستن که اینا انسان شود. ما دمی ایران هستم، چرا باید بالای از اینا اعتماد شود؟ چرا؟ چی گفته؟ یک بار، دو بار، ده بار. توهین اجازه بده، توهین در کار نیست بزرگوار و دارم حقیقت دارم. آقای اقلیم شمس بود بزرگوار و یک بحث جالب دیگه از این بزرگوار بزارتبار ما. دوست عزیز بزرگوار، شما پالیسی سرور دانش دارین، فقط و فقط من مایک عیار خراسان رو کی بسته کرد؟ دوستا مایک شه بسته نکنه. یکی از دوستا وجود داره می ما نمیفهمم. یک لحظه من مدیراتور رو یک چک کنم. عیار خراسان حرف دین، ما ببینیم مدیراتور اینا. خیر باشه بزرگوار، اگر اجازه باشه که من بس خود تکمیل بکنم. نوابزاده صاحب، استاد شیوا، آقای بختیار، سرشار کابل، دوستایی که لطفاً کلگی هست خود از اینا بردار مایک چرا بسته میکنین؟ خیر باشه جناب بزرگوار، مشکل نیست. پالیسی سرور دانش تا به چه وقت؟ تا چه وقتی همین بزرگوارا دارن مظلوم نمایی میکنن؟ بالاخره اگر رگ مردانگی در وجودشان دارن یا ندارن؟ سلامت آقای کشورهای برادرای عزیزم، یک دقیقه دیگه یک دقیقه برای وقت بتین بزرگوار. تفکر منو تو را دارم. بانگ گپای خودت تمام کنه فروتن سر. یک دقیقه فقط گپ خودت تکمیل بده. بانگ این آدم هم مایک بده دیگه. بچه هزار را هم مایک دادی که هر آنچه دلش خواست گفت. گپ خودت تکمیل میکنه. تا چه وقت شما دارین مظلوم نمایی میکنین؟ گویم که تمام قومتان بیرون کشیدن. من تاجیک تبارم پلیت استاد شدم که اله هزار را میکشه. تو بیا بزرگوار دمی سه سال یک یادداشت بده که به اندازه بچه خرد زیر سن که ما شهید دادیم، تمام قوم دمی سه سال اگر شهید داده بود مرد دست خدا قطع میکنم. شما فقط مظلوم نمایی را یاد دارین، این مظلوم نمایی تانی پالیسی خوب نیست. بالاخره شما باید ردیفتان را مشخص کنین، یا مرد باشین یا نوکر مرد. شما نه مرد هستین نه نوکر مرد. سپاس آقای خراسان، ما دنبال نظام هستیم لطفا. سپاس، سلامتیتون. اگر اجازه باشه شما پایان برین، به خاطر تصویر ندارین جای شما یک نفر دیگر رو بیارم. بابت یه حرف معذرت میطلبم بزرگوار. آقای پرچمدار، مایکتون رو باز بکنین. بعد از پرچمدار سعید سادات هم انتظار نمیمونیم، نوبت رو به سعید سادات میتیم. بفرمایید بزرگوار. تشکر آقای فروتن عزیز. امی داود حسنی را اگر تنیس پیدا کردی میتونی چند دفعه گفته بود که ما رو بیار بالا. دوست، بله دوست عزیز، تا چه وقت چقدر میخواید اشتباه کنید شما؟ جناب آقای مارشال فهیم که و جناب آقای برهان الدین ربانی که وقتی در رأس قدرت آمد بعد از شکست اولی طالبان، شما بودید که رفتید خیانت کردید، شما بودید که همه را بردید در زیر بیرق افغان. امروز بودید در صفحات مجازی میشید افغان دعوا میزنید که افغان چطور، افغان فلان، افغان فلان. پرچمدار، برنامه ما اصلا فاشی نیست. ببینید، من پاریسا را امو واژه میزوف گفتیم، هیچگاه خدای نخواسته تعویض نکردیم. ما هم همین رو میگیم دوست عزیز، ما هم همین رو میگیم. صدقه شدم، بازم ببخشید. امروز که آقای قاریسا خب اینا پشتون ها یک تعهدی داره در خیبر پختونخوا یا در شورای کویته خود که هیچ وقت در علیه قوم خود خیانت نباید بکنه. کسی که خیانت بکنه در قوم خود، اونا جانش، مالش و سرزمینش غصب میشه، بخش میشه، بین پشتون ها تقسیم میشه، چیز نرمال است. قاریسا هیچ وقت نمیتونه در پشتون خود، در اوغان خود خیانت بکنه. ای شما هستید که اشتباه میکنید، ای شما هستید که بار بار اشتباه کردید، شما هستید که در دوران عبدالرحمن، یا ما از دوران عبدالرحمن برای شما اشاره کنم، در دوران عبدالرحمن مردم هزاره وقتی که استاد شد در مقابل ظلم و ستم امی جناح، شما ها بودید که فرمانده های جنگ بودید، در مقابل هزاره های استاد شدید. در دوران علی پور، قماندان علی پور وقتی که از خود خیلی جبهه داشت،
امثال یاسین زیا شما بودن که آمدن در علیه ما استاد شدن. در وقتی عبدالرحمن یک فرماندار آقای پرچمدار، همی آدم ها، همی خودت اصول نظام هم، دستور نظام هم میفهمی؟ یا امان ازاره که یک نظامی بود بگویم که دستور نظام هم بیان کنه. وقتی که یاسین زیاره سرقومندان قوه مسلح یک اوغان به نام غنی قومنده میکنه، مگه برو اینی کارکو و در پشت صحنه نیت خودش اینمی که بانک من سر یک تاجیک ایره میگیرم، درست؟ و تو دستور نظام هم نادیده گرفته میای میگی یک بچه تاجیک آمد در جان علیپور، یا دیگه میگه که رفت میگه در جان سایکو یک دقیقه وقتی که بدخشانی همی ازاره چی تاجیک بدخشانی همی قاری فسیدین بی غیره، وقتی که میره در فتح ولایت پنجشیر تمام تاجیکای خودم میکشه، آیا ما این منطقه نداریم که بفهمیم که او را قمندش از قندار ملایبت الله کده؟ دقیقا از آره دیگه میایمه که نه ای در جان مولای مهدی یک تاجیک رفت. یک ذره منطق دانه در کار پردین، شما در کجا درس خوندین؟ استاد شوالت خانیانت نکنه، استاد شوالت پرچم دار، پرچم دار در نفهمی خودت خندکو که تو تا هنوز اصول نظام را نمی‌فهمی. ما باید از دوی چند سال قوی را کنم آقای پرچمدار، یک لحظه استاد شوی بزرگوار، پرچمدار یک لحظه دوستای عزیز مدراتورا، گردنتون بسته که شما مایک کس را بسته کنین و حتی امیال مایک استاد شیوا را گرفتیم قطع کردیم که حالا استاد شیوا احساس کنه که گویا خدای نخواسته فروتنی بیاده بیره کرده. ما استاد شیوا را که استاز میگم استاز خود میگم و قبولم دارم و صفت برادری بزرگ مایک مرا اون مدیراتوره که چی کنه، اون مدیراتوره که مایک مرا اگه بند کنه عیانا تصادف بلاکش میکنم از صفحه فروتن به صلاحیت خودم. لطفا دوستا یک لحظه دوستای عزیز، یک لحظه کمی چی نشو نوابزاده سی بزرگوار، آقای بختیار بزرگوار، لطفا لوسایم یک لحظه صبر کنین. استاد شیوا به خاطر من خیرت، امی پرچمدار یک مخالف دیگر گپی میزنه بگذار گپ ده. آقای پرچمدار برادر درست فروتن صاحب، من برف ندارم خدا مثلا مارشال فهیم هم علامات میگم همون جایی که مارشال فهیم رفت، نه همون جایی که مارشال فهیم رفت هزاره تو نماینده نبود محققت کردم چی و همون سلگه که چی شد نبود مارمونیش تو یا خلیلیت نبود بگذار من این سوال رو مطرح کنم. در هر مجرد یک تاجیک رفته در تصمیم گیری یک هزاره در کل سنتربولت بوده. استاد شیوا این مسئله تنیجه داری با میزدی لوده لوده خنده پرچم دار پرچم دار. بی بی شما پیشتر آقای دنیل گفت که گویا قاری فسیدین در بلخاب آمد جنایت مرتکب شد. قاری فسیدین را ما تاجکا به صفت یک نوکر، به صفت یک افراطی، به صفت یک شخص بزدل و یک آدمکش میشناسیم. اینمی قاری فسیدین رفت پنجشیر را فتح کرد، اوغان چرکین از قندار رفت سر مقبره احمد شاه مسعود چی کرد؟ اتن کرد. او برادر از نوکر چی تمع و توقع داری؟ اشرف غنی از یاسین زیا سوی استفاده کرد، سرقومندان اعلی بود رو در بلخاب روان کرد، مسعود اندرابی را فرمان داد که برو علیپور چیکو، وقتی که نرفت استدلال کرد منفکش کرد و برادر خانه نشین شد. ایران آقای پرچمدار وقتی وطندارای اوغان را میبینی در افغانستان ناموسی توی هزاره را میبره، مای تاجک هم این کار را برابر ما میکنه، دردی مشترک، دشمنی مشترک، زبانی مشترک، پس چی چیز باعث میشه که ما نمیتونیم علیه این مردم درست بیستیم؟ این را وضاحت بتی بزرگوار. تشکر دوست عزیز. خب من بارها گفتم این اشتباهات شما ها بوده که خودتون را برتر گرفتید، گفتید که ما در اصل قرار بگیریم. جناب آقای احمدی مسعود امروز باید واقعا باید شرمسار باید برسه که چنان خیانتکارایی در کنارش بوده و چنان خیانتی بزرگی برای قوم بزرگ تاجیک امروز صورت گرفته. حرف خورد نیست. جناب آقای شیوا اینا ناراحت میشه از صحبت از ما، ولی ما همیشه حقیقت را گفتیم، همیشه حقیقت را گفتیم، گفتیم که بیایید
ما و شما یک دست یک پارچه شویم، درست است؟ ولی در کدوم زیاد پارچگی؟ پارچگی که شما به در فرمانبرداری بکنید از اینا به در علیه ما استاد شوید. امروز تمام آقا کدامیتان جبهه مقاومت سردار علیپور را شما میگید که با دوستار افغان شما آمده ساقط کردید. در دوران عبدالرحمن بیشترین سردارای عبدالرحمن خان از شما بودند که در مقابل ما جنگیدند، که اینه در کتاب های بزرگ تاریخ نوشته شده. و همچنین در مولوی مهدی، در دوران مولوی مهدی که وقتی که آمد که در مقابل ظلم ستم استبداد استاد شد، کی آمدن؟ از افراد شما آمدن. و امروز کسایی هسته که در پنشر میگردم که در زیر نظام امارت اسلامی می شعار میده یا سرود میخونم، میگه که آمریکا آمریکا مرگ به نیرنگ تو خون جوانان ما میچه. کی میخونه اینا را؟ همی افراد شما هسته داری میخونه. آقای پرچندار یک چیز را باید داشته باش، یک نوع رقابتی هم وجود داره. مثلا یک ملای اوغان بلند شد گفت موزیک حرام است، یک ملای تاجک هم احساس کرد که می اوغان خوب دمیتن خود چکچک میکنه، تا که اوغان چکچک نکنه چرخ خورده نمیتونه در مسئله دول وقتی که اتن بکنه. آمد گفت او آدم، او ملای اوغان چکچک در توی هم گفت حرام است. اگر ملای اوغان موزیک حرام میکشه، با ملای تاجک هم خانمه قدر استعداد داره که بیاید چک چک هم سر اوغان حرام کنه. وطن دار، یک چیز را باید داشته باش، یگان چیزایی را که میبینی اگر دقیق شده باشی، مثل همین ملای تاجک که آمده مشخص نام میگیره که ملای اوغان موزیک حرام است، بازی تو که پشت دست چک چک حلال میکشی، هدف از اون روز که اوغان خب تا که در اتن چک نزنه چرخ نمیخوره، اینمو استعداد داره که سر شطنش حرام بکشه. با یک ترفند تازه، اگر چند یک تعداد افراطی گفته او را دو دشنام میتن که من موافق نیستم. آقای فروتنی عزیز، من خود از مبوانی یک هزاره یعنی فرهنگ افغان را قبول دارم، یعنی من بسیار داشته احترام دارم با یعنی فرهنگش هست. آقا دوست نداره خادمش بر مدرسه، دوست نداره که زنش بر مدرسه، دوست نداره که مثلا مثل من زندگی بکنه. ولی ما هزاره امروز با همزی پرچم زوای هزارستان خود آمدیم در کنار هم دیگه دست دیگه شدیم و خود خود مردم خود را ملت خود را در جهانیان معرفی کنستیم و هر کسی نمیتونه امروز از ما سوء استفاده بکنه. ما جبهه خود را اگه تو بگی داریم، آدرس خود را داریم، پرچم خود را داریم، سیاست خود را داریم، سیاست مدار خود را داریم، همه چیز خود را داریم. امروز خدا را شکر که امروز هزاره های از ما و شما که از سمت پنشیر و بغلان و کسایی که در ظلم ستم پرچمدار، یک افتخارش بگو از بزرگتان، مثلا از نظری بگو افتخارش میخکوبیدن در کلی مردم آنه؟ جانم؟ گفتیم یک افتخارش بگو از بزرگایتان افتخار از ما یک و افتخار است که امروز شکردخت جعفری تبابت سرطان را کشف میکنه. افتخار از ما و نمو است که امروز یک دختری هزاره آقای پرچمدار مدال المپیک را میگیره. افتخار از ما پرچمدار سوال بگی آقای دوستا بگذارید که امید باریکی های گرد را یک کلمه یک افتخار تا در تیک تاک بگو. بی در نمیجا اکرم شمس از تبار اوغان توی هزاره را به صفت مخکوب میشناسه. یک از بچه تاجک ازبک هزاره در اینجا خدای نخواسته این مسئله را مطرح نمیکنه، تر به صفت یک هزاره هم تبار خودش میشناسه. پیامش همی است که بیا هنوز هم دیر نشده در برابر یک کتله بی‌ناموس به نام طالب
استاد شدیم هیچ کام میز کپ نمیده به دارونت تالی بگم میزنم اکرم شخص بایان میدازم من همی سوال تره میکنم او برادر اینمی آدم تره به صفت میخکوب مشناسه پرچم دار در برابر اینمی مردم رای حل چی هست؟ آقای فروتن عزیزی پشتون نیست، ما پشتون خدر بغیرت نیست که به ده هزاره یرفا را بزنه. این دسیسه های امثال شورای نظور بود که آمده گیر برده بارد بود. گوش کن دوست عزیز، تو پاکستان هستی تو را دو پرچم کس نمشناسه؟ یک دقیقه دوست عزیز، وقتی که مزاری رام شورای نظر قلات کرده به سر هلیکوپتر نه استاد شوا بعد از که مرکت گوش گرفت ها آرام باشید لطفا مزاری رام استاد شوا یک تاش گوش رفته بود از تهره که قلات کرده شورای نظر بود استاد شوا لطفا استاد شوا چه خم آدم هستی به خدا صبر کن صبر مام حالا مردم همی چرا مایید میزنید؟ آقای پرچمدار با شما بر میگردیم، همی دوستا زیاد احساساتی شدن. سعید سعادت نخواست بزرگوار رو فرمایید. بعد از سعید سعادت امان هزاره را نوبت میتیم. سلام و عرض ادب خدمت تمام عزیزایی که در برنامه حضور دارن و کسایی که بیننده برنامه ما هستن، احترامات خدمت تک تکتون. در قسمت جناب قاری عیسای عزیز که من یک ویس از این بزرگوار یکی دو روز میشه در تیک تاک دست به دست میشه، واقعا قابل نقد انتقاد هست. زمانی که بزرگوار در اتریش از طرف جبهه مقاومت دعوت میشه و میه نان و نمک مردم هم میخوره و بعد پشت صحنه در تلفن میه بعضی حرفای مخرب میزنه، این کارش واقعا کار بسیار زشت ناپسند بود. و جناب قاری عیسی باید فراموش نکنم چند وقت پیشی که در ایران مسافرت کرده بود از سوی طالبا این بزرگوار قریب بود که به افغانستان دیپورت شود و همی برادرای عزیز و بزرگوار فارسی زبان، همی برادرای عزیز و بزرگواری که در قسمت جبهه مقاومت حالا فعالیت هایی داشتند زحمت زیاد کشیدند که جناب قاری عیسی به افغانستان دیپورت نشود. البته من خودم شخصا کل اقوام افغانستان عزیز و جان و نور چشمانم است، بر من پشتون و ازبک و سادات و ایماق و هزاره و ترکمن نداره، همگی رو من دوست دارم عزیز و جان ما هستم، ولی بحث ها سیاسی است که مجبور هستیم که سیاسی صحبت بکنیم. و در قسمت صحبت های جناب آقای پرچمدار وقتی که نام شهید استاد پروفیسور برهان الدین ربانی را که وقتی به زبانت میگیرید دهنت یک ده مرتبه او کشک عزیزم. استاد شهید کسی بود که 8 وزارت برای مجموع اهل تشیع در دوران خودش نگرفت. خواهش میکنم، خواهش میکنم مایک کتاب باز نکن، مایک کتاب باز نکن، بی ادب، مایک کتاب باز نکن، بی تربیت، مایک کتاب باز نکن، بی تربیت. خشتک تا آوردی لطفاً تعویض نکنیم، خشتک بابت آوردی که پشت سرت موندید، مایک کتاب دیگه باز نکنی که باز من حرفای بسیار بد برات میزنم که یک آقای پرچمدار لطفاً مایک کتاب باز نکن. مایه کتابه بیده آقای پرچمدار از استاد شیوا کرده آدم قابل احترام به من فروتن نیست، من همون آدم سر و صدا کردم که مایک نزنه. حال تو نوبت بتیا برادر، بعد از امان سعید سادات آقای نوابزاده وطندار افغان ما، بعد از او امان ازاره است. تشکر. جناب استاد شهید پروفیسر برهان الدین ربانی عزیز رحمت الله علیه، خداوند رحمتش کنه، جنت ها جایش باشه، 8 وزارتخانه رو بر مجموع اهل تشیع تسلیم کرده بود. بعد خودت میای اینجا ادعا میکنی که شما اومدین بیرق کدام قوم بالا کردین. عزیزم با گلبدین حکمتیار رهبر تو رفت هم پیمان شد و در اخیر با طالب رهبر تو رفت هم پیمان شد و بعد میای اینجا یخن دیگه مردم رو محکم میگیری، واقعا جای شرم است، برات خجالت بکش. و در قسمت مدال آوردن، در قسمت ترقی و پیشرفت در افغانستان، تمام اقوام افغانستان چی در ورزش چی در قسمت‌های استعداد، اگر ما بیایم به مو خواهرایی که در قسمت تیاره سازی چقدر زحمت کشیدن، متشکل از تمام اقوام افغانستان بودن که امروز در کانادا اونا زندگی میکنن، افتخار از اینکه در بالاتر. حالا برادرای عزیز و شریف هزاره ما هم افتخارات خاص خودشون را داشتن در عرصه ورزش، در عرصه درس، اون امور هم برادرای تاجیک ما، برادرای پشتون ما، برادرای سادات ما. این نمیتونیم که بیایم بگیم اگر یک برادر که از یک قوم بود بگیم او افتخار بر تمام مردمی افغانستان است، نه تنها بر یک قوم. ما چرا ورزشکارهای خود فقط بر یک قوم میچسبانیم؟ این کار بسیار کار نادرست است. اونم زمینه رو کی براتون مساعد کرد؟ اونم افغانستان، اونم کشور ما، سرزمین ما، بالاخره یک زمینه رو بر همگی مساعد ساخته است.
امید است که جناب قاری عیسای عزیز یک تشدید نظر بکنه در قسمت صحبت های خود، یک تشریح بکنه برای مردم، چرا که واقعا اکثرا از پیششون خیلی ناراحت است با این صحبت های خود. و ضمن در اخیر پر حرفی نمی کنم جناب سید صادق، یک ضرب المثل داریم، یک جمله آخر فراموش نکنیم جناب قاری عیسای عزیز و بزرگوار که عزیز و جان ما هستی، من شخصا احترام برات دارم، که در افغانستان همگی در تشکیلات دولت شریک بودن. ما نمیتونیم که بیایم فقط یک کتله، یک طبقه را محکوم بسازیم و خود مبرا از خطا و اشتباه بدانیم. بفرمایید. یک ضرب المثل داریم میگه یک نفر قدر یک صبر که ندانست، کل باغ را مگر تعویلش بکنی او بقدر بی‌پاس است که نمیفهمه. قاری عیسایی که اقانی ها در گردنش در ایران تناب گذاشته بودن، می بردن در افغانستان تا گردن ازی را بزنن. بجای نمی را پاس داشتن، می آیا سگ اونمو کسی که در کونش بشکه زرد آوزان بود، میگه با شرفتر نسبت به یک مقامتگر است. خودت به صفت یک شهروند عادی اونمو سرزمین، وقتی نمی پیام قاری عیسا را مشنوی، پیامت برای می آدم چی است؟ ما شخصا از جناب قاری عیسا واقعا بسیار زیاد ناراحت شدم و حرف اخیر ما امی بود که یک پیام مشخص که جناب قاری عیسای عزیز و بزرگوار در تشکیلات دولت افغانستان همگی شریک بودن، اکثر اقوام افغانستان. اگر ما بیایم بگیم فقط یک کتله حکومت در دستش بوده، این کار یک نوع بی‌عدالتی هست عزیزم. خب رئیس جمهور کی بود، معاون اول کی بود، معاون دوم کی بود، والی ها کی ها بودن، قماندان های امنیه کی ها بودن. نه، اینو چیزایی است که باز آدم عمومی میای روش بس میکنه. سپاس آقاسه به شما برمیگردیم. آقای نوابزاده زیاد انگشت بالا کردین، من متاسفانه که نتونستم دوستا را ایجاب میکرد یکی پای دیگه نوبت بتون. بفرمایید بزرگوار. مشکل نیست، بازم سلام مجدد دوستان ارجمند. ببینین وقتی که شما بالای قاری عیسا گپ میزنین، این یک اصول ماست، این اصول افغانیت است، اسلامیت است که ما باید چنین کارا را پیش روی خود داشته باشیم و باید چنین کارایی کنیم. اما اصل برمیگرده یک موضوع دیگر را میخوایم اشاره کنم. اینجا سادات صاحب بود، از قوم محترم هزاری ما، از قوم محترم افغان ما و از اقوام بیشتر آمده دی پلتفرم صحبت کردن. ما تاسف به حالت افغانیت و اسلامیت و اصول کار خود ما میبینیم. یعنی جای شرم، جای تاسف ایج است که ببین ما من حیث یک افغان، من حیث یک کسی که خود تاریخ ساز از او کشور میخوایم خود بدانم و میگم که این کشور به نام ما است و این کشور از ما است و تاریخ 5000 ساله دارم، قدامت تاریخی دارم. متاسفانه نتانستم که اقوام در این کشور با هم جمع کنم. امروز من شخصا افتخار میکنم بالای تمام اقوام، وقتی که این جغرافیا را پشت سر خود به این قسم میخوایم بزنم، هر قوم باید امو افتخارات خود داشته باشه. مثلا پشتونستان، مثلا هزارستان، مثلا نورستان. دلیلش چیست؟ دلیلش همین است که ما مدت 300 سال کم زیاد نتانستیم برادر اقوام دیگه شویم، نتانستیم برادرای دیگر را انسجام پیدا کنیم. همیش به یک نوی در بینشان منافقت و رزالت کردیم. هزاره را با تاجک انداختیم، تاجک را با ایماق انداختیم، پشهی را باز می کسم. یعنی بیادبی بسیار ما خشتکی که کدیکون در جنگ انداختیم. به خاطر چی؟ به خاطر بقای قدرت ما. اگر بالای ما زیاد فشار آمد، باز ما چی کردیم؟ ما زمین فروختیم. ما به خاطر بقای قدرت خود زمین فروختیم، اما هیچ وقت فکر نکردیم که ما قدرت داشتیم اما به هیچ عنوان اداره ما نداشتیم، نتانستیم که اداره کنیم. تا کی، تا چی وقت ما من حیث یک افغان پشتون اقوام دیگر را سلاخی کنم؟ ما تا چی وقت من حیث یک افغان هزاره را با تاجک و تاجک با ایماق و پشهی و گجر دگارا در جنگ پرتم و بازم با بشکی زرد خود و با کاله زنانهی پوش خود انتحار انفجار کنم و بگویم که ما غیرت تمام از این جغرافیا در دست ما است؟ فلحاظا دوستای ارجمند، ما به خود شما بر هر یک قومی از این جغرافیا احترام قائل هستم و در پالی احترام افتخار در صورت می کنم که شما هر کدامتان از خود بسازید. اگر شما منتظر از این باشین که تاجک به هزاره می سازه یا هزاره به تاجک می سازه یا مخصوصا افغان به اقوام دیگه می سازه، ببینین افغان امروز مار آستین
تنها شما نی بلکه در کره جهانی گشته. ما من حیث یک جوان افغان امروز واضح تر میخوایم صحبت کنم. این دیدگاه ما است. اگر مرا کسی تعدید میکنه، کسی مرا داو میزنه، دشنام میده، این حقیقت ما است. و اگر حقیقت ما نمی بود، چرا ما امروز میگم که بیرق هزارستان ما قبول دارم، بیرق امونستان ما قبول دارم، بیرق تاجکان و نورستان و پشتونستان یار ما قبول دارم؟ به خاطر از این که ما نتوانستیم. چرا نتوانستیم؟ ما همیش کوشش به این رقم کردیم که از وزیرستان و از جاهای دیگر لشکرکشی کنیم. بالای کی؟ بالای هزارستان، بالای تاجکان، بالای اقوام دیگر سرکوب کرده بریم و بالای قدرت نمایی کنیم. فلهذا دوستان ارجمند، همین قسم که شما امروز در جنگ هستین، این جنگتان حل میشه یک روز. به خاطر چی؟ رسم عنانات و اصول کاریتان تمامش یکسان هستن. اما ماهایی که از کوی هود، از کوی سلیمان آمدیم در این جغرافیا، به زور شمشیر نامتان هم تغییر دادیم، اصول کاریت هم تغییر دادیم و تا امروز سلاخیتان هم کرده میریم. کنین از خود بسازیم، از خود بسازین، هر کدامتان از خود رهبر بسازیم، انسجام فکری، انسجام قدرتی و انسجام مردی میتونه بسازیم. به طور مثال امروز هزارستان که وقتی که پسر خود بیرق ماندم، من شخص من حیث یک افغان افتخار برش میکنم. دلیلش چیست؟ ما وقتی که دوست دارم، امارت دوست دارم، با امارت ها پیش میرم، بیرق سفید میگم که بیرق اسپین، بیرق د پشتانه دی. وقتی که من دوست ندارم که دختر خود، از زن خود، اولاد خود به مکتب روان کنم، پس من چرا رقابت با هزارستانی کنم؟ هزارستانی خود ما هم میشناسمش که اصولش، فکرش اینمیست که باید تعلیم و تربیت پیش بره. من این حیث یک افغان فقط دوست دارم که سرک بپرانم و پلچک بپرانم و انتحار انفجان و در موزیم های دنیا بشکه زرد بانم. پس من میگذارم اتان از من دور شوین. اگر هرچی به من نزدیک شوین خودتان خراب میشین. امروز این جنگی که امروز در این پلتفرم شماها میکنین، از بابت ماست، از بابت تاریخ ماست، از بابت کارهایی که ناعقلانه، ناانسانی، بیوجدانی که ما کردیم در این جغرافیا و این همی است. و من امروز مجبور هستم که این حرفا رو به شما بزنم. به خاطر چی بزنم؟ که بزرگای ما خیانت کرد. تکرار صحبت نزدیک شد، لطفا مایک نزن. امان ازارس، بعد سوشیوس، بعد اکرم شمس، خواهر ما عزیز انوری هم در برنامه خوش آمدید میگیم. بعد از مرزی نوبت میتیم. دوستای عزیز، پرخاش نکنیم، بیایم قضاوت دست مردم بمانیم. مردم قضاوت میکنن که اینجا پرچمدار گپی درست زد، نوابزاده گپی درست زد، فروتن بسیار انسان ضعیف بوده، برنامه را مدیریت کرده نتونست، حرفی زشت گفت. قضاوت دست بیننده بمانیم، با یک دیگه درگیر نشیم. وطندارای عزیز، نوابزاده سیم، حرفت جنبندی کن. جنبندی بسیار کوتاه. وقتی که استاد شوای محترم، امان هزاره، پرچمدان هزارستان و عزیزای دیگه ما در برنامه وقتی که میاین، از دیدگاه فکری انسانی خود بحث میخواین داشته باشن و از قومیت خود بحث می داشته باشن و قومیت خود بالا میکنن، من افتخار میکنم. دلیلش چیست؟ دلیلش واضح است. ما خود نتونستم و برادر ما در 300 سال یا 400 سال و اگر 1000 سال آقای نوابزاده تو به صفت یک اوغان پی بردی که تمام مرداری در فرهنگ و کلتور و عنانات غجده نشینی شما باعث بدبختی مردم افغانستان شده؟ این توهین نمی کنه فروتن، یکی موضوع توهین است عزیز دل، یکی حقیقت است. ما پیشتر امیده به خودت واضح ساختم، ما من حیث یک افغان، من حیث یک پشتون، ما ضرورت نمی بینیم، ما قبول نداریم که یک دختر خود، زن خود، بچه خود به مکتب روان کنیم. برادر امیده، اون خصلت ما ششته، ما دوست نداریم. اما ما من حیث یک جوان افغان که امروز بیرون رفتیم و یک امیف آسمان بزرگتر دیدیم، ما امروز میگم که هر یک انسان با هر دین، با هر مذهب، با هر واژه‌ای و با هر ویژگی خاصی که در اون جغرافیا میاد، شرط و شروط مایی باشه که جغرافیا را چه قسم باید آباد بسازه. و اگر منتظر ما باشین، ما بازم تکرارا میگم 300 سال ناکام بودیم، ناکام هستیم. و اگر میگن که نه ما غیرت داریم، ما افتخار داریم، پس ما کجاست اداره ما؟ ما امروز نتونستم که برادر هزاری خود، برادر ایماک و پشه‌ای و تاجیک خود در پالی خود داشته باشم. پراگنده ساختم و اگر حرف بالا زد ما او را سرکوب کردم. فلهذا ما بدون تعصب، بدون قومگرایی، بدون یعنی بخل و جهل و از این دیگه هیچ چیز ما در جغرافیا نداریم. خواهش ما، صدای ما را برسانیم به دیگران. بین این جغرافیا آقای امان ازاره تبار، مایک تونه باز کنین، بفرمایین. سلام درود. سلام و درود آقای فروتن صاحب، دوست عزیز و بینندگان عزیز، احترامات برسه. من
در وقت رسیدم که بسیار موضوع برنامه را آقای امان سر موضوع برنامه بریم. متاسفانه دوستا یکان دفعه شروی کردن در موضوع برنامه را متوجه شدم سر آقای قاریسا. جناب قاریسا امین نمک خوری نمکدان شکن، یعنی نمک خوری نمکدان میشاشیدگی. ای آدمی که اقانه ها ترفند من دام من در ایران تا ای را در داخل افغانستان سلاخی کنند، اقلا مقامتگر اینمی را از اینمی چوبه دار نجات داد. حال به جای پاس داشتن اینمی کار میگه سگ اونمو کسی که ازار زنانه پوشید در شکمش هم واسکت بسته کرد سر یک مقامتگر شرف داره. آقای امان برداشتی تو به صفت یک بچه اونمو وطن یک نظامی از امی پیام قاریسا چی است؟ آقای فروتن صاحب، ما باید که توانه و قدرت زیر داشته باشیم که در زنده باد کسی خوشحال نشویم، در مرده باد کسی ناراحت نشویم. بعضی گپایی که رد و بدل میشن زخم زبان ها یا به احترامی بین قومای محترم تاجیک، قومای محترم هزاره، اینها در حدی هستند که در حدی امو زخم زبان یا تنکری هستند، ولی عمق قضیه ای هستند که افغان ها همیشه مخالف ما و شما بودند، مخالف ما و شما هستند، دشمن ما و شما بودند، دشمن ما و شما هستند. هر بچه تاجیک، هر بچه هزاره که هنوز هم هوشیار نشدن، جهالت از خودشان هستند. ولی ما بارهای گپ گفتم که او بچه تاجیک، او بچه هزاره، شما هیچ وقت دشمنی در بین خود نداشتین، برادر بودین، برادر هستین، با برادری در کنار خود احساس شوین. مبارزه ای که حقتان هستن باید ادامه بدین. بعضی دوستایی که حرفار میزنن گویا که طرفداری از پشت از قاریسا بکو یا از کسی دیگه بکو، و نظر ما جهالت و نفهمی از اینا هستن که من در بین اقوام محترم هزاره و تاجیک یک خدای نخواسته یک درز به وجود مره، نی از جهالت از ایناست، از نادانی از ایناستن. تاجیک ها برادری ما هستن، نظاره ها هم برادری تاجیک ها هستن، در یک صف قرار گرفتن. اما رقم دیگر اقوام افغانستان خصوصا ما و شما که امروز ظلم و جنایتی که بالای ما هستن که باز بیایم کتا کتا بیشینیم هم دیگر خود تهنه بیتیم، هم دیگر خود سر هم دیگر خود تفتاز کنیم، ننگ است برای ما و شما، باور که خجالت است برای ما و شما. دشمن ما و تو را قبول ندارد، تو باز ما و تو باز بیایم مدافع دشمن شویم. همین دو دانه بچه های هزاره ای که اینجا آمدن گرد رقم صحبت کرد، من واقعا ناراحت شدم به خاطر از اینکه یا فکر میکنم که حتما قضیه قاریسا در تماس هستن، مثل از اینکه یک بنده خدایش که پیشتر رفت نامش نمیگیرم، همو کسی به نام ملنگ جان ملنگ است چی بلاست، یک طالب پرست، یک اولاد یرومنده تروریست که هستن. اونا حتی در ملایف نگفتن که می تو خود گروپ ما بودید، حتی در گروپ واتساپ بدین پرچم از دارستان مانده باز بیاین در پای بی ربط و بی مانا بزن، خجالت بکشن در حرفای در جایی که مناسب نیست، صحبت نمیتونین. چی ضرور که شما بیاین اینجا؟ باز امور رقم آقای شیوا هم احساساتی میشه، او مرد خدا تو خوب بزرگ هستی، توهین به رهبر شهید، توهین به شهدای تاجیک هزاره کاملا اشتباه هستم. قاریسا ما فکر میکنم که از یاد بردن که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی به مو مردانگی و به مو صداقت خود استاد شد، یادم از چنگ تروریست هایی که برادران خودش است که یعنی ترجیح میتن که فلانی برای ما خوب هستن، احمد مسعود خودش احمد لطفا آقای اکرم شمس مایک نزن، بعد از سوشیو نوبت خود دست، بعد حبیب مرزی، بعد از زنوری. احمد مسعود واقعا مردانگی کردن، واقعا به عنوان انسان، به عنوان انسان دوست ایر از چنگ تروریست هایی که قرار بود که دست بسته ببره و در کابل در جایی که نجیب دار زده بود دیر دار بیزنه نجات دادن، و حالا ای که میان که انتقاد میکنن باز از یک طرف یک جبهه رو تایید میکنن، یک جبهه رو رد میکنن. ما فکر میکنم آقای فروتن چه دوستا و قومای عزیز ما و شمایی که هستیم، در کل شعار ما همی است، گپ ما همی است، برنامه ما همی است، هر کسی به هر توانی که دارین در برابر تروریست، در برابر طالب استاد چوین، قلب و جان ما هستین، احترامتان رو داریم. خدا کنه 40 دانه جبه جور میکنین، 100 دانه جبه، خدا کنه هر خانه افغانستان جبه شود. با شما بخزین وظیفه ایمانن وجدانن ناموسن ایتان انجام بدین. هر کسی اینمی اینمی وظیفه رو داره. امروز ما بچه هزاره وظیفه ایمانی وجدانی ما هستن که تمام روز قوم سلاخی میشه، سرزمین ما غصب میشه، ملت ما رو نمیشناسه، مذهب ما رو نمیشناسه، باز ما اینجا
بیایم با کمال بیشرمی و بیغیرتی باز بیایم از دیگه از افغان یا از زمین تروریست ها باز بیایم طرفداری بکنیم، خب برای ما شرم است، ننگ است. حداقل امروز تو خود خانه خود شیشته هستی، در افغانستان هم نیستی، در کشورهای بسیار آرام زندگی میکنی، تو از گپ زدن میترسی. چی خواستایی که باز ما خوش هستیم که میگم ما رهبر سیاسی از این مردم هستم، بدون از ما هیچ کس حق ندارن گپ بزنن. باز ما چی خواستایی که باز ما بیایم اینا رو سوارش باز سوق بتونیم که بیاین برین از خود دفاع کنن، از خانه خود دفاع کنن. تصویر واقع... سلادار نمانه دشت لیلی، ما متاسف هستم تصاویر میمونه که لایف خراب شود. بله همین حرفای ما سن آقای فروتن و دوستای عزیز که هستن آقای شواسب ختمش که ما و شما فرق میکنن. یک جاغور بزرگ باید ما و شما باید داشته باشیم در برابر هر نوع تویته. خدا کنه که انمی مشکلات ها رو آقای شواسب خودت میبینه. آقای فروتن صاحب امروز تمام تروریست ها که بیشتر در مناطق موجود دسترسی پیدا کرده از دیست انمی مارای دانستین است، از دیست زمین جاسوس هایی که تاجیک است، از مردم خودی موجود است، از همون قشلاق منطقه خودی موجود است. انمی ها خانم رقم که رخ نکرده یک چار دانه ده شک نکنین که چار دانه نه که صدها دانه همی جاسوس هایی غیر از اینکه تمام امروز بیا از گپای پوج بیمانا اشاره میکنن دیگه هیچ کدام برنامه در برابر تروریست طالب نداره. دشمن ما و تو آقای فروتن فاشیست افغان است، انتحاری زاده ها هستند، یعنی نوکر غلام ها هستند و یعنی تحریک طالبای تروریستی که امروز سر ملت و مردم ما و تو ظلم میکنه. دشمن ما و تو مشخص است، کار ما و تو مشخص است. دیگه خواهش میکنم به خاطر یک دودان لوده جاهل بیعقل بینصاف خواهشان دیگه توهین به قوم به رهبران نکنم. تشکر سلام آقای امان. یک دنیا سپاس. گپ آخرم به خاطر از این خواهش کردم که مایی که شب و روز خواب ندارم به خاطر ظلم جنایتی که سر ملت سر مردم میشه و بچه هزاره ای که مرد است امروز مرد و مردانه از جان خود تر میشه حاضر است که با دست خالی خود در برابر از این نطفه حرام نطفه تروریست و لواطتکار استاد چه مبارزه بکنه. ما اینمی خواهش ما هستن که ما اینمی تو مردم های جاسوس کوشش داریم که نطفه از اینا رو ما از بین ببریم و اینمی که میگه ما قدر قدرت داریم قدر حاضر هستیم به خاطر ننگ و ناموس و منطقه خود دفاع کنیم. گپ ما برای شما باید مهم باشد، نه گپ هر کسی که جان. سپاس آقای امان، به شما برمیگردیم. بعد امی ساشیوار کوتا حرفاشون رو جنبندی کنن. دشت لیلی، عبیب مبارز، از انوری، بعد میریم از سراغ بالای لایف. اما تا آیست آیستا باز بحث به سمت اختتام نزدیک میسازیم. ساشیوار بزرگوار حرفایتان رو جنبندی کنین در رابطه با موضوع برنامه. فروتن گرامی، امی حرفای انسانی امان هزاره را شنیدین. من واقعا خوشحال هستم که آقای امان یک بچه با منطق است، یک آدمی است که من سالها مشناسم، ای که گای یکان کاستی هایی به وجود آمده، ولی امان یک آدمی است که صفش مشخص است. همی خلاصه من یک کلمه بگویم، من امان نرمال دوست دارم. همه غیر نرمال که بود بازی دیگه از گیر میبرایه. گیرم دوست داشته باشه آقای شیوا. نرمال بود همه تو یک رقم منطقی صحبت میکنه که خوشت نه. خب ببینید دوستان، ما در مورد شناخت قاریس ها بعضی کسا میگن که ضعف خودتان است که گویا چرا اصلا تا هنوز قاریس ها را شما نشناختید. ما قاریس ها را پیشتر انتقاد کرد و بچه دیگه که گفت که گفت شما گفتن تا دیروز قاریسا آدم خوب بود براتون، امروز که یک بزد قاریسا بد شده. ببینید همون زمانی که ما قاریسا را تایید کردیم چه وقت بود؟ همون زمانی که قاریسا برای اولین بار رفت در اجلاس وین در کنار احمد مسعود، ما در اون زمان گفتیم که احمد مسعود ما ریاستی نه در کنار خودش چرا جای داده. ضمناً بعد از اینکه اما موضوع تیم کرکت ها بردش تبریکی داد سر چال افغانی احمد مسعود در یک جای در یک عمل انجام شده قرار میتا کامره هم در تلفون کسی را میکرد ریکارد پر تو موبایل ها. یک دفعه من با عمر صاحب در مورد همی برد کرکت نظر شما چی است؟ که این آدم در یک عمل انجام شده قرار گرفت که حالی کامره هم در ریکارد نی بگوییم چی شوه ها بگوییم چی شوه مجبور بگویی که خب کرکت دور از سیاست است مربوط کلگی است یا ایت رسوت رست تبریک باشم. یعنی چالهای از ایره ماری آستین بودن از ایره نیرنگ زدن های از ایره
ما همه گیشه خبر داشتیم. دمو بخشی که احمد مسعود تبریکی داد کرکتا، ما چقدر سر احمد مسعود انتقاد کردیم که اصلا احمد مسعود یک بچه بسواد تیک تاکر تاوربزار افغان میاد فریب میتا میگه تو دنده را تبریک بگو. ما شناخت خود ما را از این کاملا داشتیم، این که آقای احمد مسعود از این آدم به چه عنوانه گفته مردم سیاهی لشکر و پالیز گفته این را استعمال میکرد یا نمیکرد، او کار خودش است. ولی هیچ گاهی ما حرف ما نظر ما در مورد قاریسا تغییر نکده از ابتدا تا هنوز. در مورد قاریسا نه، که در مورد اون دخترکی که سخنگوی جبهه مقاومت خودم میگرفت در اروپا، چی نام داشت اون دختر چه رقمی زای تخلص میکرد نامش را نمیفهم، یکی بارک زای؟ نه یک دختر دیگه بود، یک اوغان، یک دخترک بینی کلولا بود، یک دختر اوغان بود، میگفت ما سخنگوی جبهه مقاومت هستم. یعنی ببینین ما بارها گفتیم که اعتماد کردن بالای از اینا، خصوصا در اجلاس خصوصی، در مجالس و برنامه هایی که گپای سری داره آدم، اشتراک دادن از اینا حماقت کامل است، حماقت کامل. هیچ گاهی در هیچ برنامه تان، در هیچ رازا و گپای محرم تان اصلا همون شریفترین افغان اجازه ندید، به خاطر که هم اگیشان قبل از خدا، قبل از محمد، قبل از دین، قبل از قرآن، برای از اونا افغانیت مهم است. به پاس اونم گفته مردم زبان افغانیتشان، قوم افغانیتشان روی اونم قرآن پای میمانه، اونم گپ سری تو را عاجل در اوسو اول میته برای بزرگایشان میگه اینه تو یک تصمیم داره ایم. قاریسا کی بیاید اما مجالس خصوصی احمد مسعود بشینه؟ یعنی اونمو آدمی که اونو قدر فکر که روزای احمد مسعودی را باید وقت مشناخت. این آدم جبه مقامت نفرهاش میره این از ایران از گیر قاتلاش خلاص میکنه، اما قاریسا پنج مصاحبه میده بعد از او حتی نمیگه از جبه مقامت، تا ای که نماینده جبه مقامت نمیگه برای توسط جبه مقامت این آدم، افراد جبه مقامت رها شد. بعد از او بازی که میبینه که رسمی نماینده جبهه مقاومت گپه اعتراف کرد، بعد از او میگه که بله از همکاری دوستای جبهه مقاومت مرز خلاص شدم. تا اون وقت کاملا اینمی حقیقت پت میکنم. خب اگر تو بگویی که من از مردم یا از افغانا از قوم خود من راز با احمد مسعود بودن من پت میکردم با این گپ، تو خود رسما در کنار احمد مسعود در ویانا شیشتی دیگه. این چی معنا داشت که توی چرا رها کردن نیروهای جبهه مقاومت از گیر چیای ایرانی پت میکنی؟ میگه نه او را دوستایم چی کرد؟ نمیگه دوستایش کی، ولی تعداد دوستای محمد باز من از جا من را رها کردن. این آدم سرش یک رقم است، پایش دیگر رقم است. این احمد مسعود باید بفهمه. ما به این معنا نه که ما نمیفهمیم، ما کلش ما در رشته افغان شناسی دیپلم داریم، کلن ماستری، از امو نابترین دانشگاه افغان شناسی ما ماستری داریم، اما ای احمد مسعود باید درک و شعور داشته باشه. من مشکل باشم. سپاس جناب ساشیوی بزرگوار، بنیانگذار تلویزیون خراسان، نمیفهم مشکل در کجا بود، پایان هفتیدین، ما دیرم متوجه شدم از درخواستتون. آقای حبیب مرزی از شما مشتمیم، حرفایتون رو جنبندی کنین، بعد از بانو عزیزه انوری نظرشان رو میدونم. فروتن عزیز سلام و درود، بازم به خود دوستای تازه در لایف آمدم. دوستای عزیز سعی کنین ما با پرچمدار نه مشکل دارم نه دیگه. پرچمدار معلوم دار است، یک ویدوش بلند شده بود زنده باد پاکستان میگفت، معلوم دار است کلا یکی دیگه خود از طریق میدیا، ما یکی دیگه خودم، ما امان از امان ما خودم همیشه با لایفش که رفتیم، یکانه کسی که در طول 3 سال که در لایف ها رفتیم یکی از اینمی کس تا امان جان بودن و این تا ما یه جرنال باز بس آمد تاوین دخیر هر کس هم سرش ویدو بلند کرد و امان در لایف ها تاوین نکردیم. ما چی میگم؟ پرچم داره تو کت امان زمین زمان فرق میتونه بتی، به خاطر معلوم داره. سو خب گفته اگر تا میفهمیم که
کی کی است؟ باید نکنیم آقای مرسیم ما چند دار مایتون رو بگنیم نه خدا نکنم خدا نکنم ما چکچکی نیستیم دوست عزیز ما چکچکی نیستیم آمی مایت وسط تو پرچم دار ما لایف های شما را دیدیم پیشتر تو دیگه که آمد بدم و لایف های تان نه علاقه دارم با خدا نه قواری تان خوشم نه نه علاقه دارم براتان شما کسایی هستین که کل قوم تعوین کردین خود قوم تان زیر سوال آوردین معلوم دار است افتخارات به می برمیگرده که امروز از آره بدر جانی صدا بلند داره و تاجک در پولیش استاد میشه هم صدا میشه من میگم امروز بعد از 3 سال که گذشت من ای تاجک نه دادخواهی از آره تا میکنم نه دادخواهی افغان تا میکنم نه از ازبکتم من خود تاجک خودم میکنم با خاطر چی امروز در جبهه استاد است اونم تاجک میجنگه تو از ولایت تک شمشیر بزن که ما صدای تا دمی پیش واشنگتن بکشم با اون بیرق پس پسرت ما بم فرد خود در پیش وایده از بلندش کنم در پیش کپیتال امریکا بلندش کنم اون بیرق که در پسر داری ما دو دسته برد ماچ کنم بالایش میکنم هر وقت که تو شمشیر در ولایت زدی در مقابل دشمن این دوزی من که طالب است بازو اخمکت خودت اونو فکر دارم و غیر از اون نبیا دوستای عزیز ای که مات میکنیم مت میکنیم 3 سال است ما دیده روان هستیم برای شهید ما تعوین میشه از طرف یک قوم است اوغان است من هیچ شکایت ندارم ازش وقتش از شمشیر داره زده رایست من میذارم من با شمشیر جواب شده داده رایستم پس نمیشنم چی در میدیا چی در میدان جنگ من قصد خود ازش گرفته نیستم میگیرم 4 سال پیش من پیشه را مهرس کردم اگر فکرت باشه 4 سال پیش از آره را میدیدی دادخواهی بیرق بکنه ازبک میدیدی نه امروز یک مرد عیار در طول تاریخ تناوت که به اون هم تعوین میکنین 250 کتاب در بارش قهرمان دنیا امروز در بارش فقر دنیا میکنه ما میگذاریم از اینکه اوغان چی فکر میکنه دیگه قوم چی فکر اون انسان شما را آزادی را نشان داد شما برین در طول تاریخ روس که در مقابل روس ما میرز میدیم مزاریتان کجا بود دگرانتان کجا بود آقای مرزی بزرگوار لطفا من پس سر حرف سر نه من پس میام سر کسی که اصلا لایف گرفته ما از دنیا شکایت از اوغان شکایت ندارم من از خود شکایت دارم انگشت انتقاد وقتی که تو میکنم این 3-4 تا دیگه طرف خود ما هست من خودم میگم اشتباه خود باید قبول کنم که اینم یه اوغان اعتبار هیچ قابل اعتبار نیست 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 متبارم نمیکنم سرش از این بابات برادر هر کسی که در پالی من مردانوار یا میگم مرد باشه نوکر مرد بیم مرد مرستاد شو صدای تقدیم هم صدا بساش که دشمن همون طالب است هم در ولایت تو ظلم میکنه هم در ولایت ما و اجازه بده اجازه بده دا آمریکا دا بال تیار رفتی یا داخل تیار هرچند دور امی برنامه را به پرخوش نواریم بگذار یک لحظه ما فکر میکنم اگر عمرتا صدا میدارین فروتن عزیز آقای عبیب مرزی پرچم دور ادب شمی است که خودت احساساتی شوی همچو امان ازاره و امثال ایشان کرای جانب میخواه کار انسانی انجام بتن نه فروتن عزیز ما برابر از این عمر از این بسیار چیزها را میفهمم این تولد نشده که من در امریکا آمدیم برین عمر از ایران پرسال کنین چند ساله هست یادم پرسالش کن چند ساله هستی پرچمدار عزیز آقای مرزی بزرگوار بیام این مسئله رو در سال و سن نمیبریم نه میخواید بفهمم به خاطر که ما 41 سال در امریکا تیر کردیم تو تولد هم شاید نشده باشی ما وقت در امریکا آمدیم تو سر قواره من سعی نکن که آقای مرزی همین خواهر ما منتظر است و دشت لیلی را منتظر است همین نظر را تذیره بگیریم که از بلاس دشمن ما فروتن عزیز اونم افغان اونم طالبه که در سرزمین ظلم میکنه اوس و قاریاس قاری را خود اقصیش نیست یک فرد است با بهدر جانی بر آقای عبیب مرزی را لطفاً دوستا بسته نکنیم نه زنگ آمد به ما زنگ آمد فروتن عزیز ما جمع بندی میکنم ما از اینا گله ندارم ما از خود گله دارم ما از قوم خود گله دارم که بس تان است در طول تاریخ براتان درس نشد همی 20 سال درس نشده یعنی می 3 سال همی چشمتان برای شهیدتان تعوین نمیشه تعوین نشده برای ما خوب بچه خالیم تعوین شد با پدرش شد با کاکای شد در زیر لایف آمدن تا تا بیرق سیرنگ ملی گفتن بیرق طالب هم زدن نه خوار من نه مادر از ما شنیدین کدام روز در کدام لایف ببینین که ما خوار مادر کس ما از خود خوار دارم من به دسترخوان پدر مادر تایی کلان شده ما ایار تاجک هیچ وقت به کسی تعوین نمی کنم این اونجا کس هم بیا مرا تعوین کنه منو رویش هم میباسم لیکن به زبان خودم تعوین نمی کنی شرم که برو به زبان خود تعوین کنه دیگه ما وقت زیاد تا نمی گیم پروتن عزیز همه قدر می گم تاجک های عزیز اشار شدین بیدار شدین هر وقت اشار شدین اون وقت ما تاریخ یک دفت مطالعه بکنیم که کی چی بود
جان سپاس مرزی سه بزرگوار. از این که بانو عزیزه خواهر ما تصویرشون باز نمیکنه، من تصویر خود کلان میکنم. مایکتون باز بکنین عزیز انوری، مشنویم از شما پیامتان در رابطه با این آدم معزوف چی است؟ حتما صحبتایش شنیدین. بله، خب امیدوار هستم که صدای یک زن شنیده شود. ما از دید زن میخواییم صحبت کنم. شاید صحبتهای ما به شما ناخوشایند باشه، ولی لطفاً به اندازه یک تروریست که اینجا میاد صحبت میکنه، امیدوار هستم به ما وقت داده شود و از لایف پایین انداخته نشود. ببینین، ما فقط یک کلمه میگم از مثلا مثل آقای نوابزاده، مثل آقای نامشان به نام هزارک، نامشان دقیق امان هزاره. مثل امان هزاره، مثل آقای نوابزاده، این تو اشخاص هایی که در لایف می آین، اینا بزرگتر مشکل افغانستان وطن خود از یک قوم، از یک بغصاب عقیده می بینن. اینا به خاطر همو قوم و قومیت خود، اینا رو به خاطر از این من مثال زدم که بتانم منظور خود بهتر بیان کنم. به نظرتان اینا چی صحبت بیمورد می کنن؟ اینا قومیت و امو چی خود زیر پای میمانن به خاطر چی؟ که مشکل افغانستان و راه حل افغانستان میدانن که در چی است. یکی هر کس اول باید بیای عیبی امو هم تبار و هم قوم خود بگیره، باز بره به دیگرا مثلا بگویه. خب ما که از خود ارادای خود میگیرم، اینال تو بیا مرد شو ارادای خودت بگی. که اینا طالب و طالب پرستاک در لایف باز می آین و فقط چشم کور می گیرن، وجدان زیر پای می مانن و فکر می کنن که وقتی که ما دفاع کردیم حاکمیت طالبان برحق می شو و صحبت های ما مورد تایید دیگر اقوام قرار می گیرن. اما در مورد همین عکسی که شما پشت سر مانده، مثال هایی که من زدم بازم بر می گرده به همین جناب قاری، که ای اولیش نیست. جناب فروتن، ما در دمی چند دهه دیدیم که چه رقم اینمیتون ملاها، ملانماها به نام دفاع از دین، مردم بی سواد یا یک تعداد مردم ساده دل، خوش قلب و بی اطلاع از دین و آگاهی داشتن از عقایدشان، چیزی که اونم ملا گفته فکر کرده که اونم دینشان است، اونم آیینشان است. اینا از سادگی و خوشقلبی مردم بیچاره افغانستان سوء استفاده کردن و خود به یک جای رساندن که اینا به حساب آل تیک تاک ساده تر بگم فالوورز دارن، هزاران میلیون ها فالوورز دارن. وقتی که اینا فالوورز داشته باشن، خب طبعا اینا مورد فوکس گروه طالبان قرار میگیرن و اینا به هر رقم که شوه اینا وادار به این میشه که شما بیاین حاکمیت ما را تایید کنین، در حالی که اگر همی شما یک شخص بی سواد بیاید با همی قاری جناب مناظره کنه که تو به چی دلیلی گپ زدی، مطمئنه سرش از خجالت پایین میفته. چی برسه که با یک کسایی که اهل سیاست و دانش باشه، خب اینا به هیچ وجه نمیتونن با اونا صحبت و بس داشته باشن. در این باره شعار کثیف و ننگبار تاریخی که دادن، خب ما اول ناراحت نیستم که اینا این کار کرده، به خاطر که واقعا اینمی چیزا باعث میشه که ما کم کم چهرهای همه اینمی ها را بشناسیم. جناب فروتن، من اون روز فرخنده را فراموش نمیکنم که یک دختر بدون ای که محکمه شوه یا کسی به چشم ببینه، به ادعای یک منافق جادوگری که در زیارت شادشمشیره بود و بعد از اینکه اونجا بعد از فرخنده بسیار ببخشین او مسائل جنسی از اونجا پیدا شد و به چی
کسافت کاری ها که دوشاد شمشیره نمیشد، ولی اونما به عنوان مولا صدا کرد گفت اینمی دختر قرآن در داده، در حالی که من دانه دانه از داستان او دختر خبر دارم. اینجا جایش نیست که من براتون تعریف کنم که او چه رقم بیگناه قربانی شد. اما اونمونجا مولوی نیازی که بسیار یک شخص برجسته بود گفت که اونایی که ایالت سر فرخنده آورده گفت اشتباه نکرده. شما دیدن که زنها تشی جنازه فرخنده را گرفتن اما نیازی را اجازه ندادن که حتی سر قبر از اجازه. سپاس بانو از زنواری، حرفایتان شنیدیم. اگر اجازه باشه دشت لیلی هم وقت بتیم برش برمیگردیم دوباره برای شما. درست است مشکل. آقای دشت لیلی مایتون باز کنین، بفرمایین بزرگوار. سلامت رامات. علیکم السلام. موضوع برنامه را گرفتین، در مورد موضوع برنامه تصویری که ما گذاشته مرفتین. بله، صدای ما داره فروتن عزیز؟ بله بله صدای تان است. ببینن اما شیوا عزیز پیشتر هم صحبت کرد، ببینن سری مردم یعنی هر چی که اعتبار کنیم اینمه قدر خوار میشیم، بی وطن میشیم، بی پدر میشیم، بی مادر میشیم، به خاطر اینمه قوم که بیادر همیشه تاجک در بغل خود گرفتهش، ازبک در بغل خود گرفته، من ازبک در بغل خود گرفتمش. همه مردم، یگانه مشکلات افغانستان که از اینمی قوم است. اینمی قوم است همیشه دیگه ما نمیخوایم که کتی مردم دیگه نه دوستی کنیم، نه رفاقت کنیم، نه چوکید. هیچ چیز باید. فقط این مردم ها تا که قدرت دادست ما میفته، اگر افتاد میفتم. این مردم هم به قسم ظلم ستم سر از یا شود که تا زنده باشن که هفت پشت از یا دیگه ایجا مثل ماشال سب دوستم که گفته بود که من اگر یک دفعه دیگه یک چند وقت مشکلات پیش شد رفت، مردم قوم رفتند گفتندش که یک چند وقت یک مشکلات پیش شد در جوزیان در سر پل، با خدا قسم خورد گفت اگر خدا وای بیره که ما دیگه قتل کم کنم، گفت دیگه نمی کنم قتل کم. این مردم ها چنان بکوبم که تا بادارایشان از برهای هوا چیخ بزنه که بگوی پس مگم این مردم ها گفت ما ایلا دادن این نیست که این ظلمه ده که برا مردم بالای ازبک کرد، تاجیب کرد، هزاره کرد، به خدا میگه بزد. یعنی مثل قاریسا آره طالب پرست دیگه اگر قدرت داده سه ماه افتاد دیگه هیچ وقت دیگه از پیش ما خطا دادن یا را کسی دادن نمیتونه. اونمو پاکستانه که پاکستان از به خدا باز قبول جان نمیکنه. همیشه بیان باز می دشت لیلی دوباره یارا گور نکنیم با خدا. اگه درو مقبوله با سلامت باشیم از سر جلو هست. سلامت آقای وقتی بزرگوار مایک کنه باز بکنین لطفا دوستای مایت بکنین که لایو ما زیر